دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. و اما امروز جمعه 21 ماه جون سال 2019 میلادی برابر است با 31 خرداد 1398. به روایت آقای پتیک، امروز روز یلداست، طولانی ترین روز سال، اولین روز تابستان و آخرین روز بهار و مدرسه و برو که بریم. تعطیل شدن بچه ها، ببینیم چه خواهند کرد. خب امروز دو تا مهمون دارم براتون در رابطه با همین ماجرای پهباد آمریکا یا هواپیمای بدون سرنشین، که فقط شما اگر بخواید متوجه بشید که ترامپ چه حکومت شیر تو شیری توی آمریکا درست کرده، مملکتی که با چند تا کشور 19 سال 18 سال در جنگ هست و حالا هر روز تهدید به خطر جنگ ایران و شروع جنگ، وزیر جنگ، وزیر دفاع نداره این آقای ترامپ، و پهبادو میزنه ایران، میگه ما زدیم، آمریکا میگه نه ما چیزی از دست ندادیم، یک ساعت دیگه میگه بله زدن، مدلش این بوده، دو ساعت دیگه میگه نه مدلش این نبوده، این یکی از آخرین مدل‌ها و گرون‌ترین مدل‌ها بوده و اینها. و صبر کنیم ببینیم پشت همه این ماجراها چیست. آقای ترامپ هم فوری دستور جنگ میده، کشتی ها آماده، بوم با توپ با موشک و همه چی آماده، هواپیما ها میرن تو هوا، فوری به یه عدسه میگه بیان پایین، فعلا صبر اومد. شما میگفتید یکی میخواست از خونه بره بیرون عدسه میکرد، میگو نرو، صبر آمده، وایسا اینجا یه دعایی برات بخونم بعدا برو. اینم از این ماجرا. میخواستم امروز به شوخی بگم که خب ما این همه دوستان متخصص داریم، از هر مسئله‌ای که شما بگید، از هر تاپیک یا موضوعی که شما بگید، یه نفر بیاد درباره این پهباد، حالا اینجا بهش میگن درون، هواپیماهای بدون، یا هر پرند به اصطلاح جسم پرنده بدون سرنشین رو که از پایین از یه جای دیگه کنترل میکنن بهش میگن درون. و خیلی هم الان ارزون شده، شما با 90 دلار میتونی بخری بفرسی درون، بفرسی بالا بره خونه همسایه رو فضولی کنه و اینها. و این هواپیمای جاسوسی که اتفاقا در نوع هواپیماهای بی سرنشین و درون خیلی قویه، میره بالا، خیلی بزرگه و خیلی میتونه بی صدا اون بالا پرواز کنه و تجسس کنه، جاسوسی کنه از اون چیزایی که میخواد. یکی از دوستان دیروز میگه آقا اینا به ما فیلم نشون میدن که قایق سپاه رفت به اون کشتی ژاپنی و اون کفشی یکی دیگه‌اش آرژانتینی بود کجا بود نزدیک شد و فیلمشون میگیرن اینها. خب اگه اونا رو به عنوان حمله کننده میدونن، چرا نمیزنن این کشتی قایقا رو؟ الا اینکه اینا هم خودشون دروغ میگن، الا اینکه این دست آخر یا این آخوندا با اینا هستن، یا اینا با آخوندا هستن، یا همه این ماجراها زیر سر اسرائیله. صحبت از اسرائیل شد، یه جوکی هست که میگفتن شیطون گفته من هفته 4 روز کار میکنم، 2 روز میرم انگلستان، مجلس انگلستان به اونها درس میدم، پدر سوختگی و شیطنت، 2 روز میام آمریکا به اینها درس میدم. گفتن خب 3 روز دیگه چه کار میکنی؟ گفت میرم قم شیطنت یاد میگیرم از این ملاها و آخوندها. حالا امروز آقای جان بولتون بلند شده بره کجا؟ همه با هم بگید اسرائیل. چرا؟ چون طرحهاشون یکی پس از دیگری با اشکال روبرو میشه، گندش بالا میاد. خلاصه اینجایی که ما هستیم یه جایی هستیم چی میگن مطمئن نیست که حالا یه ساعت دیگه چه اتفاق میفته. یه دوستی برای من یک پیشبینی یک خانم عربی رو فرستاده بود که در سال 2019 این میشه اون میشه، در حال دار سال 2020 این میشه اون میشه. گفتم به نظر میرسه که این خانم داره مثلا روزنامه های یک سال قبل رو میخونه، چون هر چیزی که شده و اینها دوباره این میگه داره تکرار میشه و اتفاق میفته. نمیدونم شما به پیشبینی و
پیشگویی معتقدید؟ حتما دیدید افرادی رو که در تلویزیون‌های لس آنجلسی اینجا هر روز برای شما پیشبینی میکنن که این آخوندها دو روز دیگه میرن، شش ماه دیگه میرن. یکی از معروفترین اینها و پیرترین و کودنترینشون مانوک خدابخشیان هست که دیگه اینقدر مزخرف میگه، این دوست ما سعید براش میمیسته آقا آخه خجالت بکش، از سنت خجالت بکش، از مردم خجالت بکش. و اما اون روز ما درباره سرود شاهنشاهی، سرود ملی، سرود ای ایران صحبت کردیم و اینکه چرا باید اینجوری می بود و دوستمون نوشت که اونم که در ژاندارمری بوده سرود ژاندارمری می خوندن. و جالب اینه که دوست ما آقای پتیک هم در ژاندارمری بوده و گفت که من این سرود رو از حفظم از بر میتونم براتون بخونم و خونده. خیلی ممنون، اجازه بدین من پیام ایشون رو برای شما پخش کنم و به دقت توجه کنید به این سرود که اگر به جای نمیدونم شاه و اینها همش حرف از میهن بود، حرف از کشور بود، حرف از مام وطن بود، یه جوانی مثل پتی که 18 ساله یا 20 ساله بوده و امروز 60 و چند سالشه و این سرود رو به این خوبی یادش هست، این درس وطن پرستی، درس به اصطلاح حفاظت از کشور و اینها توی مغزش که نقش بسته. چی؟ اون مسئله معروفی که میگن یک چیز عربی هست، العلم و الصغر النقش فی الحجر، یعنی علمی که در کودکی شما به دست میارید مثل نقش سنگ، نقشی است که روی سنگ حک میشه و میمونه و واقعا هم همینجور هست. و اما براتون این رو پخش کنم. کجا بود؟ توی گوگل وایس بود. به چه نامی؟ به نام آقای پتیک مهدسیان. بله، گوش کنیم با هم سرود ژاندارمری در زمان شاه. اجازه بدین من این رو هم برای شما بیارم اینجا که شما هم بدونی متوجه بشید. تلویزیون مردم میگه که اگر شما پیام بذارید صدای مردم از تلویزیون مردم. حالا بذارید براتون یه چی بگم. دیدید من الان یکم اینجوری شدم، ممکنه صدا کم بشه. اون روز پتیک برای من نوشت که آقا صدای شما قبلا با این دوربین با این ست خیلی خوب بوده، از دو اسپیکر، از دو بلنگو و به طور مساوی، ولی الان که دوستان میان از طریق فیسبوک و شما سرت رو میچرخونی به طرف فیسبوک صدا ضعیف میشه. خب ما ضمن تشکر از ایشون چیکار کردیم؟ میکروفون رو بردیم یکم این و دیدید الان هر کی میاد صحبت میکنه دو تا میکروفون روبروشه. نگاه کنید، رئیس جمهور میاد، پرزیدنت آمریکا میاد، مال ایران میاد، دو تا چیه که اگه این اینجوری میکنه صداش از این یکی، اینجوری میکنه صداش از این یکی. حالا ما این یکی رو بردیم نزدیکتر که هر وقت میام اینور به دوستان سلامی علیکی احوالپرسی شوخی مزاحی میکنیم اون صدا کم و زیاد نشه. و اما پلیر دو میگه صدای مردم از تلویزیون مردم و از همه هم مردمی تر تا کنون این آقای پتیک بوده. بفرمایید آقای پتیک، بخونید برای ما سرود ژاندارمری زمان شاه. وقتی کمی صبر کنید، 1 دقیقه و 10 ثانیه. کاکو جان سلام، پتیک هستم. در برنامه امروز در آخر برنامه فردی این بیت از شعر سرود ژاندارمری رو خوند. من کاملش رو که در سال 1353 در ژاندارمری خوندیم براتون میخونم، البته اگه صدام بده شما ببخشید. ایران زمین مهد آریا، پرچمت سر کشد تا به مهر و ما، پاینده باش مظهر صفا، تا ابد شادمان در پناه شاه. ژاندارمری سرمست و شاد، دلها به سر در پای شه، چون شه پرستی ایمان ماست، در سایه شه ایران بجاست، دشت و دمن گلگون بود،
از خون پاک جان بازان ما چون یاکان جان میدهیم، جان در ره حفظ ایران زمین. موفق باشید. خب بسیار ممنون. فقط برای که ببینید و متوجه بشید که چقدر توی این سرود هم ضد و نقیض میگه، یه جا میگه که همه ما در پناه شاه، نه پناه خدا، نه پناه طبیعت، نه پناه یزدان، نه پناه اهورا، همه ما در پناه شاه. بعد از اون ور میگه همه ما سر نهیم به پای شاه. این درست منو یاد خدا میندازه که اگه خدایی هست اینقدر قادر و توانا همه ذرات این کره زمین و همه انسان ها موجودات رو این به وجود آورده، بعد این خدا چقدر بیچاره و بدبخته که محتاج به نماز اون یکیه، محتاج به روزه اون یکیه و چقدر مریض و دیوانه و به اصطلاح روانیه که خودش میدونه این میخواد بره دزدی کنه، کار خطا کنه، میذاره بره کارا رو انجام بده، بعد هی میسوزونتش، هی خشکش میکنه، هی دوباره میارتش بیرون. خب این که از شکنجهگرای ساواک و وزارت اطلاعات آخوندا و نمیدونم اسرائیل و اینا بدتره. در اصل ممنون پتیک. و بله ببینید 40 و چند سال گذشته و این شعر اینجوری به یاد ایشونه. آقای آریانپور میگه از خودتون سوال کنید، ببینید در کجا، چه از منزل، چه از مدرسه، چه از دبیرستان، چه دانشگاه، چه در ارتش، چه کسی به شما درس وطن پرستی و دفاع از وطن رو داد؟ هیچ کس. تا اون موقع میگفتن دفاع از تاج و تخت، بعد اینها آمدن میگن دفاع از اسلام و از آخوندا. این وسط ملت چیه؟ برو آقا گور پدر ملت. مملکت چیه؟ برو آقا گور پدر مملکت. خب در پناه شاه. بله خیلی ممنون دوستان عزیز. جمعه هست ساعت 2:30 زنگ میزنم با آقای حسن اجلالی تا درباره این اوضاع کنونی ایران و آمریکا صحبتی داشته باشیم. بعد ساعت 3 تماس میگیریم با آقای امیر حسین لادن تا ببینیم این موضوع جنگ و اینها رو ایشون چگونه میبینه. و ساعت 4 بعد از ظهر برنامه جدیدی از آقای حسن ارشاد داریم از ایران، فکر کنم شماره 227، یعنی شما 52 هفته در سال رو ضرب در 4 بکنی میشه 208. 227 برنامه رو ایشون اجرا کرده. حالا بعض وقتا هم کار داشتن، مسافرت بودن، نتونستن اینها، یعنی 4.5 سال هست که ایشون پیوسته و آهسته. گفت رهروان است که آهسته و پیوسته رود، رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود. تمام این کمپوزیشن شما نگاه کن، تند میان فرشگر قغنوز پغنوز جنبش چلو کباب میرن میخورن، بعدش هم فردا اصلا یادشون میره. ولی اونایی که یواش یواش یواش، اتفاقا با این آقای پاک نژاد، ناصر پاک نژاد داشتیم باز کلکل میکردیم دیروز و بهش گفتم آقا شما اشکالتون این که هی میگید مردم مسئولن. آقا مردم مسئول نیستن، مردم وظیفه ندارن، مردم کار میکنن، مالیات میدن که مسئولین اونها موظف باشن کارشون انجام بدن. حالا اگر مردم خدمت کنن اون فرق میکنه، شمایی که تفاوت خدمت و وظیفه و مسئولیت رو نمیدونی آخه معلومه که از مردم هم دلخور میشی. آقا مثل من برم به این همسایم بگم اون روز شنبه که قرار بود هر چی میخواد داوطلب بیاد این خیابون رو تمیز کنه، تو چرا نیومدی؟ میگه مرد که به تو چه. خب من اگه میخواستم بیام شعور داشتم میومدم، حالا شعور داشتم، کار داشتم، یه فلان بوده. ما میخوام ملت رو به زور داوطلب کنیم، ما میخوام ملت رو به زور مسئول کنیم. آقا مردم مسئول خانوادهشونن، مسئول زندگی خودشون هستن، زندگی روزمرهشون. وظیفهش اینه که بره برای بزن و بچه کار کنه بیاره. وظیفه نداره در قبال دولت مفتخور، یا وظیفه نداره در قبال من و شما کمپوزیسیون کاری انجام بده، اونم کارهایی که شما خودتونم نمیدونید میخواد چیکار کنید. و اما یه دوست دیگه
نامه ای نوشته بود کارگر تبعیدی، حالا براتون میخونم، براش نوشتم دوست عزیز من فارسیم خیلی خوب نیست، ولی تبعید موقعی بود که یه نفر مثلا یادم این حمید مصباحی هم کلاس ما بود، داداشش آیت الله مصباحی، هر از چند ماهی تبعیدش میکردن به جاهای بد آب و هوای ایران و این نمیمد مدرسه. وقتی میپرسید حمید چرا نیومدی، میگفت دوباره داداشمو تبعید کردن، نیستش، من سرپرست خونش هستم و اینها، باید کار کنم و فلان، اینا نمیتونست بیاد. آقا تبعید، اگه آخوند شما رو تبعید کرده اروپا، سوربی رو تبعید کرده آمریکا، که مردم تو صف وای میسن. ای رهبر قوی دل لطفاً مرا تبعید فرما. آقا مهاجرت کردی، شما اگه تفاوت مهاجرت رو با تبعید نمیدونی، به نظر من قلم دست نگیر. به نظر من ادعای نمیدونم رهبری، خب اینا که مینویسن اینا احتمالاً که چه عرض کنم، دقیقاً اینا ادعای رهبری میکنن به نسبت دیگران، میگن من از شما بیشتر بلدم، میخوام بنویسم به تو بگم چه کار بکن. آقا شما برمیداری مینویسی کارگر نمیدونم چی تبعیدی، نماینده کارگران تبعیدی، کی شما رو تبعید کرده به نیویورک؟ کی شما رو تبعید کرده به کانادا؟ اگه تبعید اینجوری بود که همه میرفتن یه جرم مرتکب میشدن میپرسیدن آقا ما باید چیکار کنیم، میگو کجا میخوای تبعید بشی؟ من میخوام تبعید بشم به لس آنجلس. شما باید این کارو خلاف انجام بدیم، ما تبعیدت کنیم به لس آنجلس، پول بلیط هواپیما هم میدیم، میفرستیمت برو اونجا برای خودت بگرد، از اونجا با ما فوش بده. آقا مهاجرت، و مهاجرت در طی تاریخ از زمانی که بشر خودش رو شناخته، هر جا دیده سخته، آب و هواش خوب نیست، مهاجرت میکنه. دولت احمقه، دیکتاتوره، مهاجرت میکنه. ننویسید تبعید. بعدم برای من یک ساعت روزه نوشتید شما که بله بنده چون در فلان هستم و کانادا هم اذیت میکنه، همشون هم فکر میکنن جمهوری اسلامی رفته به دولت کانادا گفته بیمه اینو امروز 15 دلار اضافه کن. نه آقا اینجوری هم نیست. درسته که دولت کانادا یه دولت پول پرستی و هرچی آقازاده و نمیدونم پول هست میاد اونجا، ولی دیگه اینجوری هم نیست، کاراتون اشکال داره، پرونداتون وقتی اومدید اینجا تاریخ تولدتون عوضی گفتید، نمیدونم شناسنامتون مال داداشتون بوده، اون پاسپورتی که از یکی خریدید یه چیزیش بوده، حالا یقتونو گرفتن، قبول کنید که اشتباهه، درستش کنید و یواشکی برید زیر سیبیلی ردش کنید. خب و اما پیام پتیک رو گذاشتیم. اینجا دو سه روز گذشته میگفتن که ترامپ is shooting from the hip. حتما دیدید تو فیلم ها این اینایی که اسلحه میبستن، اسلحه رو یک کمربند بالا داشتن، یک کمربندی که یکم هم آویزون بود پایین، که دیگه نخوان دستشون رو حتی کچ کنن بیان بالا، همون جوری دستش بغل پاش که بود اینو میکشید و بهش میگن هولسر فکر کنه. خلاصه این بعضی از تیراندازا که تیرانداز خوبی نبودن، از هولشون قبل از اینکه هفتی رو در بیارن نشونه بگیرن شلیک کنن، همونجا شلیک میکردن. خب وقتی این هفتی بغل پای شما شلیک میکنی، معمولا کجا میزنی؟ میزنی تو پای خودت. حالا میگن این ترامپ مثل هفتیر کشی هست که هفتیرشو از هیپ، این هیپ لگن، از همون بغل لگنش، بغل رونش شوت میکنه بدونی که بیاره بالا. به افرادی هم که شما تا یه چیزی میگی هنوز جملت تموم نشده اون جواب شما رو میده و اینها، به اونها هم میگن بابا میدونی این سوربی he's shooting from the hip، یعنی اصلا صبر نمیکنه، همون یه ایمپرشن میگیره فوری حرف میزنه. این چند روز گذشته الان ترامپ اینجوریه. شما باورتون میشه این انقدر مردک کمدان و نادان و قابل اعتماد نیست که مامورینی که توی کار سکیوریتی و به اصطلاح امنیت و اینها هستن همه چیز رو بهش نمیگن، میگن آقا دو سه تا چی گفتیم، هی این ورانور دیدیم چی داد، چی میگم وا داد، لو داد، هرچی، بعد یه کارایی دارن میکنن با روسیه و اینها بهش نمیگن. به دو دلیل، یکی میدونن که این طرفدار پوتینه و فوری به اون گزارش میده، دومیش اینه که
میگن اصلا این نمیتونه به اصطلاح زبونش رو نگه داره و کارش خرابه. این هم از این. میگه ترامپ هم مرا تابستان ها به بله سعید میگه آقا این ترامپ من را تابستون ها به مکزیک تبعید کرده. البته خب احتمالاً قیمت ارزون، یا شاید هم اونجا میری کارهای کامپیوتری و اینا میکنی، چی کار میکنی؟ نکنه مکزیک رفته باشی یه زنگ گرفته باشی. خب درود، تنفس گرم و به نفس گرم و راستین سربی گرامی. آقای مصباح نمیدونم اون روز بودید یا نبودید، من گفتم الان دارم روز ششمه که این لنزا رو گذاشتم، نمیتونم به خوبی اون موقعی که عینک میزنم بخونم و اینها، یکم مشکله و امیدوارم عادت کنم. این خانم دکتره دیروز ما رفتیم اونجا نگاه کرد و اینها، گفت همه چیز خوبه فقط باید عادت کنی. بعد برای شعر سعدی رو گفتم که گفتم زندگی کردن دو بار، یکی تجربه آموختن، دیگری تجربه بردن به کار. و اون خانمم چون هندیه، این هندی ها میدونی خیلی هاشون پارسی هستن، احتمالا خانم فامیلیش بوز هست، نه بوز ما بوز و بوزغاله، نه اون دکتر بوز، کسی که بهترین سیستم بلنگو و میکروفون و اینها همه چیز رو درست کرد و فکر کنم الان دیگه میلیاردر هم باشه. خلاصه خانمه خیلی هم خوشش اومد از این شعر و گفت که چقدر درست گفته. گفتم بابا دیگه همشهری ما هست، همه شیرازی ها که مثل من مزخرف نمیگن، یکی باید حافظ باشه، یکی باید سعدی باشه، این وسط یکی هم مثل سوربی میاد مزخرف میگه. یه برنامه رو من دیدم آقای نادر رفیعی با یه نفر مصاحبه میکرد و حقیقتش خود من بارها گفتم برنامه این نیست که شما که میای میبینی بعدش بگی چه خوب شد مثلا 2 پوند یا 2 کیلو به اطلاعاتم اضافه شد، برای وقت گذرونیه. ولی از این دوستم خواهش کردم که خودش بره برنامه خودش رو نگاه کنه و ببینه خب حاصل این برنامه ای که اینا 50 دقیقه یه ساعت 36 دقیقه هرچی با هم داشتن چی بود. هی سر قربونه چی میگن قربون صدقه هم دیگه رفتن که نه آقا شما قدیمی تری، نه آقا شما فلان ترین، این که فایده ای نداره. من یادم سالها پیش راجع به این بود که مثلا آقای ستار دلدار میگه من 19 سالم بوده سردبیر کیهان ورزشی بودم، آقای پیرنیا میگه من 12 سالم بوده تو روزنامه فلان قلم میزدم. اولا من فکر کردم قدم میزده، مثلا باباش اونجا کار میکرده میرفته قدم میزده. آقای شهرام همایون نمیدونم میگه من 13 سالم بوده توی حزب فلان بودم، توی مدرسه هم روزنامه داشتم، توی فلان جام بودم. گفتم بابا پس این حخانی بیشت فقط تنها نیست که میگم من 28 جا کار میکنم، کارمون خیلی خرابه. حالا از این دوستمون خواهش کردیم که بیاد با ما هم یه صحبتی کنه. بهش هم گفتم یادت باشه که برنامه ما یه مقدار این صندلیه گرمه، ولی به نظر میاد شما تحملشو داری، هم شعر میگه هم یه کمی حالت معنوی و اینها داره. من یه کمی هم داخلش افسردگی دیدم. این افسردگی بعض وقتا ما از جامعه خودمون وقتی ناراحت هستیم ولی رومون نمیشه مثل سوربی بیایم بهش بگیم آقا این کارت اشکال داره، این کارت اشکال داره، برمیگرده به خودمون، خودمون رو افسرده میکنه. خب بریم سراغ shooting from the hip. به انگلیسی نوشته speak or act quickly based on first impression، همونی که گفتم، یعنی هنوز گوش نداده موضوع رو، ندیده، نخونده یا حتی کتاب رو نخونده دربارهش نظر میده. Thank you for contacting us. You need to go through in. Okay, باش. خب یک جایی یه چیزی نوشته بودیم جوابمون دادن، گفتن خیلی ممنون که با ما تماس گرفتی، باید این کارا رو انجام بدیم. گفتیم به شما خیلی ممنون. آها این دوستمون، البته من با یک کاوه آهنگر، ماشاءالله ما دیگه الان اگه بخوایم یک بازاری درست کنیم همه آهنگری، انقدر کاوه آهنگر داریم که نگو و نپرس، هر کسی یا اسمش رو گذاشته کاوه آهنگر، خلاصه نمیدونم، خیلی داریم کاوه آهنگر. حالا این کاوه آهنگر جنبشش چی بود، نمیدونم بچه هاشو گرفت اون از بگید دیگه
مار چی بود چیه مار بدوش، ضحاک مار بدوش، هی آمد بچه های اینو گرفت و فلان اینا، این آخر راه افتاد و رفت و اینا، من دنبالش دیگه نمیدونم، چون داستانه، قصه است. یا اون آرش کمانگیر آمد یه تیری رو ول کرد، از اینجا رفت اونجا برای مرزها و اینها، نمیدونم اصلا چرا این مزخرفات شروع شده و چرا بعد ماها اینا رو که داستان و اسطوره باید باشه، مثل داستانهای شکسپیر و نمیدونم نویسنده های دیگه باید اینجوری باشه، آوردیم کردیمشون آدمای حقیقی و هممون میخوایم مثل رستم باشه. بعد میگم آقا رستم پسر خودش کش، اون میگه آقا من فرزند کوروشم. میگم آقا کوروش بردیا و کمبوجیه، برو بخون ببین چه کار کردن. نمیدونم. بله جناب صلبی عزیز، مجدداً درودهای این کارگر کندانش را پذیرا باشه. هموطن، این همون دوستمون نوشته، با احترام، حالا من اسمشون نمیگم شاید نخوانیشون، همون کسی که نوشته بود من تبعیدیم. بعد گفتم آقا میشه شما به من بگی کی شما رو تبعید کرده، مثلا کانادا یا انگلستان یا اروپا؟ ایشون برای من جواب نوشته. جناب صلبی، مجدداً درودهای این کارگر کم‌دانش را پذیرا باشید. هموطن گرامی من، شاید برای چندمین بار باشد که افتخار و حضور و گفتگو با شما را داشته و کاملا جناب عالی را از هر لحاظ میشناسم. آقا من خودم رو هنوز از هر لحاظ نمیشناسم، شما برادر خودت رو از هر لحاظ نمیشناسی، چجوری منو از هر لحاظ میشناسی؟ اگه میخوای کسی رو بشناسی برو بهش بگو آقا $20 به من قرض بده، بعد میبینی ای بابا این که تا دیروز میگفت قدمتون بر چشم و سر بیا خونمون، تا میگی $20 بده میگی ندارم. پس شما چرا تعارف میکنی؟ من اتفاقا برای شما نوشتم که آقا این تعارف ها و کلمات رو بازی کردن باهاش اینا بذار کنار، صادقانه از اون چیزی که میاد به مغزت و به دلت و نمیدونم به زبونت همونو بگو، هی نچرخونش. آقا به ما یاد دادن یه چیزی که میاد به زبونت نگو، ببرش پس کلت، یه دور بچرخونش، طواف کن، برگرد بیا، بعد تازه از خودت بپرس حالا بگم یا نگم. آخرم میگی میگم، وقتی هم گفتی دوستت ناراحت میشه. من همون اول قشنگ میگم آقا اینه، دوست میگه گفتم، دشمنا میگن میخواستم بگم. آقا شما چجور چه منو میشناسی؟ شما از طریق این شیشه با من آشنا شدی، نه شیشه معتادی، از طریق این باکس و حالا یا تلویزیون بوده قدیما یا اینترنت و کامپیوتر هست جدیدا، از هر لحاظ شما را میشناسم. به همین لحاظ در صورتی که ایرادی در نوشتار من دیده اید، شرط عقل و خرد میطلبد مرا مورد پرسش قرار دهید، هرچند این ایراد شاید در مقابل آن فراخوانی که حضور شما و دیگر هموطنان خارج نشین و داخل نشین کشور ارسال کردن بسیار ناچیز باشد. آقا شما میگید شرط عقل و خرد میطلبد مرا مورد پرسش قرار دهید، ما هم همین کار کردیم دیگه، لازم نیست شما اینو بگید. آقا نکنید، این تلفن ما وقتی میاد نزدیک کامپیوتر شروع میکنه به ترتر کردن، مثل اینا میگه این صلبی داره زرزر میکنه، منم اینجا پس ترتر کنم. بمانه جناب صلبی، در این برهه از زمان، این برهه از زمان با دیروز که یه برهه دیگه بوده چه فرقی میکنه؟ با 2 سال قبل که یه برهه دیگه بوده چه فرقی میکنه؟ بمانه در این برهه از زمان که ما بیش از پیش نیاز به یاری و احتیاج و همبستگی داریم، شاید وقت گذاشتن روی تفسیر بعضی واژه‌ها هرز دادن زمان مفید باشه. آقا جون اینقدر با خودت تعارف نکن. من اتفاقا تو برنامه میگم وظیفه من یا هدف من اینه که عمر شما رو هرز کنم، از بین ببرم. چقدر شما کار میکنی در این 24 ساعت که یه جمله که من برای شما نوشتم عمرتو هدر داده، وقتتو تلف کرده، از جنبش شما رو باز داشته. آقا شما داشتی راه میرفتی، من شما رو باز داشتم، حالا میام سوارت میکنم میرسونمت اونجا. عزیز من، یه نفر داره به شما میگه دوست گرامی شما تبعید نشدی، اگر تبعید بودی میفرستادن خونج، الان هم اونجا هم میگن آباد شده، میفرستادن شما رو اون
چی بود، بندر جاسک بود، نمیدونم کجا بود، این آقای آریانپور اینا رو بلده، اونجایی که تبعیدی ها رو میفرستنه. بابا محمد تبعیدی از تهران رستوران داشته، گوشت خر داده به مردم، تبعیدش کرده بودن بندر عباس، در بیابان در یه جایی بود بهش میگفتن گوره، حالا نمیدونم چرا میگفتن گوره، خلاصه اونجا رستوران زده بود، اسم رستورانش هم بود محمد تبعیدی. اونجا خر زندگی نمیکرد، به همین دلیل اینو فرستاده بودن اونجا که دیگه نتونه خر بکشه. اون وقت شما کجا هستی؟ فکر کنم کانادا هستی، چون نوشتی که نمیدونم همین الانم هم جمهوری اسلامی در پرونده من در کانادا دخالت میکند. آقا اینا توهماته. شما فکر کنی جمهوری اسلامی این همه افراد ریز و درشت ول میکنه میچسبه من و شما؟ حالا احتمالا شما درشتی میچسبه شما، من چی بگم؟ بله. خب شاهنامه در زمان اشغال ایران وسیله اعراب که سعی در عربی کردن ایران داشتن نگارش شد، به قول خود فردوسی به سوی. خب من بیارم اینو وصل کنم، نمیدونم چرا دوباره این امروز اطفال میریزه. یک لحظه با شما خواهم بود، صبر کنید و بیام اینجا. ببخشید دوستانی که من حالا اینجا میام میخونم نوشته آقای مصباح رو، ببینیم ایشون چی نوشته بود درباره شاهنامه. بله سمم یه چیزی حین برنامه فرستاده. آها ای بابا، این برنامه زنده من برنامه چهارشنبه رو گذاشتی، چی کار کردی؟ نکنید این کارا رو، من همینجوری خودم حواسم پرته دیگه، شما پرترش نکنید. و اما آقای غلام حسین مصباح نوشتن شاهنامه در زمان اشغال ایران وسیله اعراب که سعی در عربی کردن زبان و فرهنگ ایران را داشتن نگارش شد، به قول خود فردوسی بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. شما اشتباهی نوشتین در این پارسی. آقای مصباح من بارها از دوستانی که همین باور شما رو دارن که آقای فردوسی 30 سال رفته رنج کشیده که بیاد و زبان فارسی رو زنده نگه داره، که خدای نکرده امروز آقای مصباح و سوربی عربی حرف نزنن با هم، حالا که فارسی حرف میزنیم چه گلی به سر یک دیگر زدیم، که اون موقع فردوسی 30 سال رفته رنج برد. اون 30 سال چی بوده؟ سالهایی بوده که این آقای محمود غزنوی به ایشون قول داده بود آقا شما بشین شعر بگو، ما بهت سکه طلا میدیم. ایشون هم آمد یه مش شاهنامه‌های دیگران رو برداشت و این شاهنامه رو درست کرد. حالا شما که عقل سالم تر از من داری از خودت سوال کن، 1000 سال پیش آقای فردوسی چند نسخه از این شاهنامه رو تونسته بازنویسی کنه، چاپ کنن؟ حالا ما میگیم 1000 تا نشستن نوشتن، کیا تونستن اینو ببرن؟ بابای سوربی، جد سوربی که شیراز بود، الان دیگه عرب هم آمده بودن، این داشت عربی میرقصید. یعنی یه دلیلی که ما عربی میرقصیم قبل از اینکه عربی یاد بگیریم شروع کردیم رقصشون یاد گرفتیم. چجوری این شاهنامه آمد و جلوگیری کرد از اینکه بابای من دیگه فردا عربی صحبت نکنه؟ آقا نگید اینا رو، این تاریخ و زبان و اینها یه مسیری داره پویا و این در طی تاریخ عوض میشه. شما دیدی یه آبی از یه جایی میاد این پخش میشه، یه سریش میره این و باریک میشه، میره اون پایین تر جمع میشه، دوباره پهن میشه، دوباره میاد، دوباره میره. اینا این که در این سال 30 سال ایشون رنج برد، چه رنجی برده آقای فردوسی؟ کجا رفت تحقیق کنه؟ کدوم کوه رو شکست؟ نشست شعر گفت. آی من آونم که رستم بود نمیدونم پهلوان. خب نمیدونم سیبیل بابات میچرخ چی؟ آقا اینا چه مزخرفاتی که میگی شما یا من میگم و دیگران تکرار میکنن، هی تکرارش هم انقدر شده که دیگه تو مغزمون جا گرفته. بمرم. خب You are back in Facebook but YouTube did not cut out. بله برای که دوتا سیستم جداه، برای که یوتیوب از طریق
یه پروگرامی به نام OBS با وید بلسته کار میکنه. اون اصلا دو تا شرکت مختلفن، دو تا استریمر، همین دیگه، مثل که دو تا لوله آب داشته باشی، حالا معدنش مخزنش ما هستیم ولی دو تا لوله کشی کردیم، یکی میاد این و یکی میاد این و شما میری منبع آب اولی میبینی آقا قطع شده میای این وری. اینه که من میگم دوستان یادشون باشه بین فیسبوک و مردم تیوی دات کام بتونن بک اند فورد برن بیان. و من فکر میکنم یوتیوب با سیستم ویدیو مور ریلایبل، بیشتر میشه بهش اطمینان کرد تا فیسبوکی که دست هر دختر بچه‌ای پسر بچه‌ای هست داره راه میره میاد قطع میکنه. و فیسبوک مین به اصطلاح بیزینس اصلیش، تجارت اصلیش ویدیو نیست، ولی یوتیوب ویدیو هست، یادتون باشه. به همین خاطر این دیدید شما میگه آقا من میخوام برم مثلا نونوایی، میرم از سوپرمارکت میخرم، ولی میگه آقا میرم امروز اون نونوایی، چون اون نونوایی فقط کارش نونه. حالا دوباره میگه آقا گشنم شد، حرف نون زدی، باز قطع شد. نه دیگه، شما الان اینجا هستی که نمیتونی بگی باز قطع شد، یعنی هستی دیگه. خب نه، این خانم زیبا خانم الان آمدن اینجا، ای قطع بود که نمیتونستن بیاد. در اصل آقا خانم مانی عزیز، اگه قطع شد شما برید مردم تیوی نگاه کنید، اگه قطع شد صبر کنید بعدا در چیز نگاه کنید، در بازپخش، باز در یوتیوب. بله، باز این دوستمون نوشته که هموطن گرامی جناب سوربی، جواب وزین شما دریافت شد، بسیار خرسندم که امروز من باعث شدم تا واژه‌ای به عنوان یک سوژه موجب شود تا جناب عالی در کار روزانه‌ات روی آن تفسیر کنی، اما لازم است این تفسیر بر مبنای علم روانشناختی. آقای حرفا چیه؟ یعنی شما میگی من اگه میخوام فارسی یه نفر به ماشین گفت هواپیما، بهش بگم آقا هواپیما نیست، به زودی قرار ماشینا هواپیما هم بشه، شما به من میگی اول برو روانشناسی بخون؟ خب این همین مزخرفا رو گفتی که کارت رسید به جایی که مهاجرت کردی، بعد میگی منو تبعید کردم. اگه فرارم کرده باشی شما تبعید نیست، فرار با تبعید فرق میکنه دوست عزیز. دست از سفسطه بکش، بعدم فکر نکن من فقط منتظر بودم یکی مثل شما بیای برنامه درست کنم. آقا من کلاس این کار رو 20 سال با این مردم دیدم، میتونم از این خودکار برای شما 4 ساعت برنامه بسازم، کاری نداره که، چون میخوام مزخرف حرف بزنم. چیزی که هست شما اینقدر ساده بودی که امروز شدی تاپیک برنامه مزخرف من. اینو فکر کن و با عنوان یک تنبیه برای خودت در نظر بگی که دفعه دیگه آقا وقتی یه چیزی می نویسم بدم همسرم بخونتش. معمولا اینا آقایون، اینایی که اینجوری هستن تنها هستن، چون هیچ کی نمیتونه باشون زندگی کنه. خب همسر نداری، بده به دوستت بخونتش، بعد بهش بگو آقا نگی به بچه خوب نوشتی، یا تو رو به جدت اشکالشو بگو. اشکال شما اینه که هر دوستی ازت ایراد گرفته گفتی برو آقا روانشناختی بخون. آقا من اگه برم روانشناختی بخونم که میفهمم همه من و شما دیوونه هستیم، دیگه نمیام اینجا بشینم که اذیتتون نکو کاکو. ما یک کلمه حرف زدیم، آقا شما تبعیدی نبوده، نیستید، نخواهید بود. حالا شما این تبعیدی یه استیکر خوبی میخوای بزنی اصلا اینجا بنویس من تبعیدی ام، چی بگم به خدا؟ این بهمن بیگ احمق هر نامه‌ای که می‌نویسه می‌نویسه من مسلمان نیستم، میگم هو گیو دم که تو مسلمان هستی یا نیستی. وقتی آه من قرار بود ساعت 2:30 به آقای اجلالی زنگ بزنم، تقصیر شما شده، این پدر سوخته آخوندا اگه شما رو تبعید نکرده بودن ما هم اینجوری حواسمون پرت نمیشد. بریم سراغ آقای اجلالی. بله اینجا، و اما ببینیم که چه خواهد شد، یکم اذیت کنیم با آقای اجلالی، بگیم آقا چرا زنگ نزدی؟ ما ایرانی ها اینجوری هستیم دیگه، وقتی قرار داریم. بله خیلی ممنون، صدا و تصویر خوبه، بیات میزه. سلام علیکم. سلام آقای اجلالی، چرا زنگ نزدی؟ آقا من منتظر شما. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای حسن اجلالی هستیم که ایشون سالها در کار رادیو تلویزیون و رسانه های ایرانی بوده و هستن. صبح شنبه هنوز تا هنوز برنامه دارن و
چند سالی هم در تلویزیون مردم برنامه داشتن، هر از گاهی شود شنبه به نوروز، شنبه به نوروز ایشون میاد و اینجا چند دقیقه برای من و شما صحبت میکنه. من ساکت میشم، از ایشون میخوام که درباره جریانات اخیر، این دندون نشان دادن ایران به آمریکا، آمریکا به ایران و اینها ماجرا چیه و مخصوصا این ماجرای پهباد و حمله و اینا رو چگونه فکر میکنن. یه چیز دیگه جالب درباره آقای اجلالی، ایشون در جلسات مختلفی که در واشنگتن برگزار میشه میرن شرکت میکنن و یکی از چهره های شناخته شده هستن. به همین خاطر هر وقت دست بلند میکنن میخوان صحبت کنن، دوستان صهیونیست ما انگار نه ایشون رو میبینن نه دستشون رو میبینن. آقای اجلالی خوش آمدید، بفرمایید. من در حین صحبت های شما صفحه های یوتیوب و ویدیوهای شما رو نشون میدم، بفرمایید. خیلی تشکر میکنم. در وهله اول من سلام میکنم به تمام بینندگان و شنوندگان محترم مردم تیوی. صدا میاد؟ بله بله بله. به همه اونها سلام میکنم و میگم که خیلی خوشحالم که باز دوباره موقعیتی شده که بتونم در این برنامه شرکت کنم و صحبتهایی برای شما داشته باشم. بله بفرمایید. بگید آقا اوضاع چیه؟ شما که بیشتر واشنگتن میری و میای، اینا دارن توی چه دیگی و چه خوراکی برای ما آماده میکنن؟ دمادم این چی شد آقا؟ هیچی نشده دیگه. بله بله، همینطور که عرض کردم خدمت شما، ما میریم توی این برنامه هایی که دعوت میکنن و صحبت هایی میشه، ولی راجع به سیاست خارجی امریکا در 5 دقیقه 6 دقیقه میخوام صحبتی بکنم. بفرمایید. شما وقتی حرف میزنید من نمیشنوم. بله بله. خب من صحبت نمی کنم، شما حرف بزنید، بفرم. خیلی شد. این هستش که سیاست خارجی امریکا البته خب میدونید از خیلی وقت پیش ها یک نواخت هست و اینا هنوز به ملت ما، با مملکت ما به نگاه این که ما یک مشت وحشی هستیم نگاه می کنن. دیگه به ما فکر نمی کنن که ما تمدنی داریم، یا تمام تمدن تمام اونهایی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن قدیمی تر 7000 سال ما تمدن تاریخی داریم، نوشته شده داریم و پیدا کردن همین ها رو. به هر حال سیاست خارجی امریکا وقتی آقای ترامپ اومدن اول کاری که ایشون کردن گفتن که ما قبول نمی کنیم این چیزی که این قراردادی که امریکا با چیز بسته، امریکا بسته با ایران، ما اینو قبول نمی کنیم، این قرارداد با ما بسته و اون نفهمیده این کارا رو کرده و نباید می کرده این کار رو. این هستش که قبول نمی کنیم. بعد از یه مدت هم ایشون کشید کنار از برنامه این قراری که با چیز ایران گذاشتن راجع به اتم، و در این قرارداد قرار بود که تمام پولهایی که مال ایران هست و ایران هنوز هم دارن پس بدن، تمام اون کالاهایی که فروش رفت و در بانکهای مختلف مسدود شده اونا رو پس بدن و در ضمن روابطی باشه به دور به سون باشه و فلانی حرفا. و آقای ترامپ نه تنها اومدن بیرون، بعدم گفتن که به هیچ وجه اجازه نمیدن که کسی بره خرید بکنه، فروش بکنه، چیزی بگی که امکاناً به نفع مردم ایران باشه. تا رسید به یک سال که گذشت از این مصالحه که گذشت، چند وقت پیش بود که ایران در اون موقع سالگرده شد، در همه دنیا و خیلی خوب تا حالا ما وایسادیم که ببینیم خبری میشه نشد و ما از این منبر 60 روز وقت میدیم که برنامه های خودمون رو باز دوباره شروع کنیم و اینها این حرف رو زدن. آقای ترامپ هم گفت که این حرف رو زدید ما بیشتر به شما فشار بیاریم، این کار رو میکنیم اون کار میکنیم. بعدم از ذهن آقای ترامپ در رفت، این حرف خودش نبوده، اونایی که دوره برش هستن پاشته کش توی کیف که از گذاشته بودن اومد گفتش که من سپاه پاسداران اینا یک گروه خرابکار تروریستی هستن. تا اینو گفت عکس عمل ایران این بودش که خیلی خوب، حالا که شما گفتی ما تروریست هستیم، پس ما میگیم نیرویی که شما دارید تو این منطقه در تمام این کشورهای دوره ما 600 تا پایگاه دارید، از 300 تا یا 100 تا هر پایگاه دارید، ما اونا رو میگیم تروریست هستن. و اومدن به حالت یه دفاعی اومدن رزمایش کردن، هم که سفارایی کردن این حرفا،
بعد به ترامپ گفتن که چه اجازه دیگه ایران اومدن به ما حمله کنن. بعد دیدم گفت ای داده دیدم پس یک دونه هواپیما ناو هواپیما بر به نام لینکلن رو بفرستید، هواپیما افسرانجا بفرستید اونجا سوختگیری کنن تو هوا، همه آماده باشن فلان این حرفا. ایران هم گفت خیلی خوب بیایید جلو. بعد در این میون برای اینکه چی میگن آب و آلوده تر و گل آلوده تر کنن، چند تا کشتی در فجیره اصابت کرد چیزهایی بهشون. بعد هم چند تا کشتی دیگر چند روز پیشان اینطوری شد، همه گفتن ایران کرده، ایران هم گفت ما نکردیم، ما اومدیم به امداد این افراد قباس ها رو اون ببخشید اون ملوان ها رو بردن ایران رو بهشون قضا این حرف ها دارن فلان نیاز ترخوششون کردن. و اینا گفتن ها چون شما اول اومدی به این معنی شما این کار رو کردیم. ایران هی گفتن و گفتن و گفتن که هم فشار آوردن تا اینکه دیروز دیشب بوده که بوده دیشب در شب پریشب بوده روز پنجشنبه بوده که حالا دیگه جمعه شده، بعد یک هواپیمای بدون سرنشین به فضای ایران از فضای هواییش وارد میشه. پدافندهای ایران به این اطلاع میدن به اون مرکز فرماندهی که این هواپیمای شما بدون سرنشین وارد فضای ما شده، به این بگید بره. سه بارم به این اخطار میدن، در ضمن نه تنها این، یه هواپیمایی که خلبان داشته و خدمه داشته اونم یه ذره اونورتر همراه این بهباده بوده که خلبان نداره. ایران به اینا اطلاع میده برید برید برید، اینام نمی کنن. دفعه سوم که اخطار میده فشار میزنه و میاد بم اون چیزی که هست به موشک هرچی بوده در 50,000 پا. گوش کنید ای ملت، معمولا هوایی که هواپیما که سوار میشه در 32,000 پا میره، یعنی خیلی بالاتر، هم این 50,000 پا بالاتر بوده، یعنی از اون 20,000 پا بالاتر بوده. یه چیزی هستش که ایرانیا با یه موشک زدن، موشک هم رفته بم میخورده به اونو، این منفجر شده هرچی افتاده تو آبهای ایران و لاشه هایی هم در بردن گذاشتن به مرض نمایش. و امریکا آی داد بیداد اینو کی کرده که ایران هم گفت ما کردیم. ایران با کمال قدرت اومد گفت بله این تو هواپیما تو مرز ما اومده بود، ما مختار دادیم و زدیم و همم آماده هستیم. بعد آقای ترامپ و بالاخره این آقایی که دوربرشون هستن اینا میخوان جنگی چیزی بشه، به آقای ترامپ میگن خب این که کاری نداره، فرمان بده، ما همونجا همی کشتی داریم، هواپیما داریم، برن یه توبوش ایرانیا بزنن. اینم یه خیلی خوبه. بعد به مجرد این میگه خیلی خوب، سفارایی ایران در مقابل این صحبت چنان قدیمیانه خوب اون فرمانده های اینجا که اونا بهش میگن فرمانده کل قوا میگن چی میگن چیف آف ستف میگن دیگه، اونها چیف آف ستف میشه رئیس دفتر معمولا. نه کلشون ده اون فرمانده کل اوکی فهمیدم. بله تمام نیروها هوایی داریم، دریایی داریم، زمینی داریم، مال تفنگدارا داریم، همه اینها اینا میان بهش میگن که این کارو نکن، تو برسر زن بزنی اینها رو 140 نفر از اینا کشته میشن، اونا جواب بدن اقلا 2000 نفر از ما کشته خواهند شد. این اینو که میفهمه میگه ایداده میدونم چه غلطی کردیم. بعد شروع کرده به گفتن که آره من میدونم بگه اشتباه کرده، دستش اینطوری فشار داره، این اومده، این اصلا با خودش چی کرده. ایران هم به قدرت اومد گفت نه این حرفانش ما دستور داریم بزنیم، ما اراده کردیم که اینو بزنیم بندازیم از اون بالا، اگر هم شما قرب نشینی کنید بیایید جلوتر چنان روزگاری به شما نشون بدیم که اون سرش ناپیداست و در یه چند روز اول اقلا 20,000 نفر سرباز شما رو ما میپسیم. بعد اونا چیف آف استاف ها اومدن گفتن، سرپرست ها اونها اومدن گفتن که بابا اینا حرفشون درسته، این کار رو بکنی کار یه روز درست نیست، اینجا افغانستان و عراق نیستش که 18 سال توش افتادی موندی، اینا ایرانی هست، اینا خیلی میشن شب نیمید فردا سب بالا سر توی واشنگتن سبز میشن میاد، اینا اینطور افراد هستن که نباید با اینا چیز کنی. حالا یه نظر عقب به کشکران کن به ما کن. بعد یه آقایی هست به نام رامین اتگارد، حالا رامین اسم فارسی ASGARD اتگارد، حالا من نمیدین یه حالت چیزی هم داشتش، آره ترامپ وقتی که گفته ما میزنیم و این حرفا، ایرانی ها سریع رفتن
شلواراشون رو عوض کردن. دیگه نگفت که شلوار عوض کنن، این این طرف بودن تو اونجا رو گفت بیا جلو تو بشم چی چند مرد حلاجی. جریان به اینجا رسیده و بالاخره جنگی نخواهد شد. اگرم جنگ بشه برنده این جنگ نخواهد داشت، ولی در این مسیر جنگ عربستان دیگه وجود نخواهد داشت، اسرائیل یا اون قاسمی سرزمین های فلسطین دیگه وجود نخواهد داشت، اردن رو هم دیم چی خلیجی امارات رو هم یکی اون یکی رو همه شون مثل برگ درخت خزان میریزن پایین از بین میرن. و ایرانی هم همشه هم گفتن که اینقدر که اینا اسلحه میخرن و اینقدر پلان میکنن ما هرچی نداریم بخرن، وقتی که اینا همه ریختن کنار بود این رفتن دست ما بیفته و ما متشکریم که این خریدا رو کردن. این هستش که ما در این حال به اینجا رسیدیم و در ضمن مردم ایران ببینید چطور وایستادن. ماهایی که اینجا هستیم خیلی مثلا تایی دلمون داره میریزه، اونایی که اونجا هستن محکم وایستادن که میگلو چند تا نقشه نشون دادن که یه جا یک نقطه نشون میدادن که اینجا هواپیمای امریکایی بوده، اینجا ایرانی ها زدن. خب دیروز این فاصله اینها مثلا یه ذره فاصله داشت، یه ذره اومد جلوتر، یه حالا چسبیده دو تا نقطه‌ای که اینا میگن ما بودیم و اونا زدن و هم چسبیده. حالا چرا؟ تنها امریکا نیستش که داره رفت میکنه تب این کارا رو، افراد دیگه هم هستن، اونا هم رفت دارن میکنن، ایران میکنن، ایران میکنن. درست گفته دقیق هم زده، درستی پاشو گذاشته اونجا بوم زدن انداختن. هیچ کس هیچ وقت تشویق نمیکنه که جنگی شروع بشه، خونی ریخته باشه، هیچ کدوم اینا نیستش. ولی اگر پاش به اون برسه جنگ رو کسی شروع بکنه، ایران اون جنگ رو تموم خواهد کرد براشون، نه اون یکی، مگر اینکه بتونن فرار کنن. خیلی ممنون آقای اجلالی. شما اون برنامه های شنبه از رادیو فرفکس رو هنوز دارید دیگه نه؟ بله درسته، هستش هنوز و ما خواهش میکنیم از دوستانی که میتونن تشریف بیارن. اسم برنامه ما هم ضیافت گفتگو و ضیافت گفتگو هم ZEYAFTAE میشه، ضیافت گفتگو هم GOJRAP. من چیزی نگفتم دارم گوش میدم بفهمم. گفتگو هم GOFTEGOO گفتگو و این از ساعت 10 تا 12 ظهر روز شنبه. و شماره تلفنی هم داریم به نام 202-753-9933، با اون تلفن میشن تماس بگیرن، هر صحبتی دارن صحبتشون به گوش. و ما تشکر میکنیم از شما که دوست قدیمی ما هستید و اونایی که برنامه شما میان، انشاءالله خیر باشه. خیلی ممنون، من از شما خداحافظی میکنم، بعد دوستان چیزایی که رو فیسبوک نوشتن برای شما میخونم، شاید شما بتونید توی برنامه فردا توضیح بدید و اون برنامه رو بعد مثلا بتونیم پخش کنیم یا بتونیم در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشیم. آخر هفته خوب باشید. من حالا چون شما رو دارم میبینم شما رو. بله. صحیح دارم صداشو قطع کردم. حالا صداشو روشن میکنم. از اینجا خداحافظی میکنم. بله. که برنامه‌تون ببینن که دوستان چی گفتن که بشنوم. بسیار عالی. خیلی ممنون که با ما بودید. من از شما تشکر. مرسی، با امید دیدار. آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. دوستان عزیز، با آقای حسن اجلالی بودیم. و اما این سوالاتی که دوستان پرسیدن، مثلا آقای خورسندی، مانی خورسندی میگه ایشون این آخونده، من نمیدونم این سوالیه یا نظرتونه. بابا یه علامت سوالی، علامت تعجبی، نقطه‌ای، چیزی بذارید. من دیدم این روزا اصلا جمله سوالی رو دیگه اون آیا رو کسی نمیذاره باهاش شروع کنه، چون توی فارسی اینجوری بود، توی انگلیسی جای فعل و چیز عوض میشه، که مثلا به جایی که بگیم this is a book سوال میکنیم is this a book، از این وری میشه میفهمیم. حالا ما خلاصه خیلی قاطی پاتی شدیم، ولی بحث ما با آقای مصباح بمونه، چون اینو آقای مصباح درست داره کلیشه‌ایه همین تلویزیونای لس آنجلسی، آقای انصاری نمیدونم پروفسور که مرد، آقای این دیوانه ارمنی کیه که حالا رفته زرتشتی شده بعد رفته نمیدونم بگید هومن آبرامیان، اینا رو میگه آقا ببین اونها فردوسی نداشتن، هنوز نمیدونم عربی صحبت میکنن، سودان عربی صحبت میکنه، مصر عربی صحبت میکنه. آقا این حرفا چیه عزیز من؟ این حرفا چیه؟
اگه ما یه مملکت یک شاهی آمده بود میگفت من ترکم باید همتون ترکی صحبت کنین، خب میرفتن ترک میشدن. حالا چی بوده؟ چجوری ایرانی ها مقاومت کردن؟ شاید اصلا عربا نخواستن اینا یاد بگیرن، گفته آقا بهتره نفهمن، به همین خاطر بهشون میگفته عجم، زبان نافهم. خوششون میبده که این نفهمه، چون بفهمه که از در صورت اگه خواستی یه وقت در این مورد با هم صحبت کنی. ولی اینجوری از یه شاخه به یه شاخه دیگه نمیشه پرید بگید بله ببین چون فردوسی نداشتن. من میگم آقا چون اینا آب گوشت نمیدونم یخنی لخود نداشتن عربی صحبت میکنن. حالا شما بیا ثابت کن دلیلش این نیست. چون این مردی که جمال چیچی هم بود، حسن البک بود، نمیدونم چی بود، گفت بله ما فردوسی نداشتیم. آقا فردوسی چه کار کرد؟ یکیتون برید تحقیق کنید بیان به من بگید. این که خیلی ساده است. اون موقع جمعیت ایران چند نفر بوده؟ مثلا یکی میگه تمام کتابخانه های ما را آتش زدن. میگم آقا زمان کدوم پادشاه بوده؟ چه کتابخونه ای؟ کجا بوده؟ اگه تاریخ داریم مینویسیم بیارید بر اساس تاریخ بگید آقا آمدند از مثلا خب عربستان، اگه شما بگی از اون بالا لابد عربستان پایین خلیج فارسه، از این بالا لابد اومدن از طریق عراق و سوریه و فلان بیسار اینا آمدن. خب میشه اولیش کرمانشاه و اینها آمدن کتابخونه ها رو، کدوم کتابخونه رو آتیش زدن؟ طاقبستان رو آتیش زدن، کتابخونه بوده اونجا، چند جلد کتاب داشت، هزاران جلد کتاب. گروه بابای عربا دارم میگم ها، ولی کلا اینجوری نیست که شما نشستی میگی فردوسی بود که ما امروز فارسی حرف میزنیم. تازه شاید ای کاش نبود ما یه زبان دیگه حرف بزنیم، شاید با اون زبانه زبان مهربانی بود، همش سیاوش بره ننش سیاوش باباش زن گرفته، زنه اومده به سیاوش گفته بپر رو من، اگه نپری رو من میرم به بابات میگم خیانت کردی، بابای احمقش هم گفته اگه میخوای ثابت کنی بی برو تو آتش. آخه خنده‌داره، گریه‌داره، خنده‌دار نیست. و اما بله آقای خورسندی، اینجوری نیست عزیز برادر که مردم از خداشون باشه آمریکا آخوندها را بزنه بیر. آهان شاید اشتباه کردم ببخشید. اگر ما آمریکا یه تیر هوشمندی داشته باشه یا یه وانتی برداره بیاد بره مثلا اون صادق قدزاده بدبخت میگه من میخوام برم جماران بزنم، یا اون کودتای نوژه یا نمیدونم قیام نوژه هرچی بود میگفتن ما میخواستیم بریم فقط جماران بزنیم، اگه آمریکا همچین کاری رو بتونه انجام بده، بله مردم نشستن میگن خب چقدر خوب میشد اگه آمریکا بیاد اینو ورداره ببره، بعد دیگه ما هم که تو رأی گرفتن کارمون خرابه، ما نمیریم رأی بدیم بعد میایم میگیم رأی من کو، یکی هم برامون رأی بگیره، اصلا یه رئیس جمهورم از همونجا برامون بذارن چه خوب میشه. ولی اینجوری نیست آقا، نساختن هنوز اون تیر هوشمند، موشک هوشمند رو نساختن. تیر که میزنه احمق با این دستگاه‌های خوب نگاه میکنه میگه آقا گرفتم، میزنه انداخته تو عروسی 70 نفر کشته. میگفت 12 متری بود به نام 12 متری عسقری، میگه این مردکه احمق بمب موشک 16 متری انداخته تو 12 متری عسقری. اینجوری نیست عزیز من، اینقدر ساده نگاه نکنید. من درست آدم خیلی ساده لویی هم، ساده هم صحبت میکنم، ولی این به این سادگی هم نیست ما اینجوری تحلیل کنیم چه خوب میشد آمریکا بیاد بزنه آخوندها رو بکنه بیرون. بعد از اون ور میگیم خود آمریکا پول داده کارتر اینا رو آورده. هلا و وید مینیت، از این ور تو میگی اینا آورده، از اون ور تو میگی اینا دست نشونده هستن، از این ور میگی چه خوب میشد ببرنش. بعد وقت سر رضا شاه میشه میگه آقا اگر دست نشانده بود پس چرا بیرونش کردن. حالا خب آقای فرخ هم که از همون هیپ شودینگ فرام ده هیپ تا یکی میاد نوشته این آخوند با کراواته، بعدید بابا این کراوات نداره، نوشت آخوند با چپیه هست، چفیه میگن شفیه میگن نمیدونم، بعضی ها مثلا چفیه بعضی ها مثلا چپیه هرچ. آقا جون این آقای اجلالی رو من الان سالهاست میشناسم، میگه من این شال رو انداختم اینجا که از من بپرسن این شال چیه، بهشون بگم این به خاطر فرزندان مظلومیه که در جنگ اسرائیل و فلسطین کشته میشن. همون بدبخ اسرائیلی هم بچه هاش میره آقا میره سوپرمارکت چی بخره بیاد یه بمب میذارن تو اتوبوس، زن و بچه مردم میمیرن. این میگه برای اینه. حالا شما لباسی که میپوشی از سر تا پاد همه ایرانیه،
اگه همه ایرانی باشه که لابد باید یا گیوه یا ملکی امروز بپوشیم. گیوه و ملکی شما میدونید چیه؟ اونایی که میبافتن روش رو بمانه. بله، جمله اگر ما فردوسی داشتیم عربی حرف نمیزدیم مال حسن الهیکل. بله، من میخواستم بگم حسن البک، بعد یادم افتاد حسن البک مال رئیس جمهور چیز بود و اینا. حسن الهیکل سردبیل روزنامه الاهرام است، اونم یه جای میمون بوده، بخور بخور بوده، پوز میدادن این اون. یه مشتی از اینایی که باباشون نمیشناسن میگن بابای ما فردوسی بوده. اینم گفته آقا ما هم اگه فردوسی داشتیم، حالا یکی بره بخونه چرا آقا مثلا مصر عربی صحبت کرده؟ چرا؟ واقعا من که نمیدونم، اصلا برام مهم نیست. ولی شما که میگی ما به این دلیل صحبت نکردیم، من میگم آقا چطور شد؟ آقا نشست اونجا 30 سال شعر گفت، تازه تا روزی که مرد فردوسی که شاهنامه دست کسی نبود، رفت شاهنامه رو داد تحویل دربار، به جای سکه طلا بهش سکه نقره دادن، ناراحت شد، یه چند خط دیگه هم فوش نوشت، داشت میرفت سکته کرد مرد. وقتی جنازه‌شو بردن آقای سلطان محمود غزنوی گفت من اشتباه کردم، این شعرهای خوبی که گفتی لیاقت طلا داره، طلا فرستاد. دختر فردوسی هم باز قهر کرد، گفت نه نه نمیخوام دیگه. همش این داستانای مزخرف. خب و اما خانم طنازی میگه مردم بدبخت بی دفاع بی گناه، فامیل های من هم مثل برگ میریزن. آقای مانی خورسندی عزیز برادر، آقای رجبی میگه اتفاقا برای جلوگیری از جنگ احتمالی بهترین کاری که میشد انجام بدن همین بود که آمریکا متوجه بشه آقا فضای ایران و زمین ایران محل رزمایش کشورهای خارجی نیست. دیشب این برنامه آقای تریور نووا رو نگاه کنید، دیلی شو آمد گفت که همین حرفی که اجلالی میزنه، گفت شما اول نقشه رو گذاشتید اینجا، گفتید این تو آب بوده، بعد حالا آوردنش اینجا نزدیک. آقا چرا اصلا اینجوری میگید؟ بگید نزدیک مرزای ما بوده. بعد یه دفعه دوربین رو برد عقب نشون داد که آمریکا اینجاست، ایران اینجاست، اینا اونور ایران دارن حمله میکنن به چیزا. آقا بیان این ور. ولی ایران آقای اجلالی میگه که اینا رفتن مردم و کشتی رو نجات دادن. آقا اجلالی من از شما یه سوال میکنم، آقا مگه ما فوش نمیدادیم شاه؟ میگفتیم به تو رو سننه، مگه تو ژاندارمی؟ البته خودش بعد اومد تو مصاحبه مایک والاس گفت که من مامور آمریکا هستم، من نوکر اینا هستم، من اینجا اینقدر خدمت میکنم و اینها. کارترم گفت ما دیگه از این خلتر کسی رو نداریم، هر چی میخوایم بهش میگیم، اینم زود فرمون میبره و اینها. ولی آقا مگه جمهوری اسلامی مامور امداد و صلیب سرخ و هلال احمر خلیج فارس و دریای عمانه که هر کشتی یه طوری میشه تا یه نفر میفته تو آب اینا میرن میارنش، خوراکش میدن، ساندویچش میدن، رنگینک بهش میدن فلان، بعدم یه دست کت شلوار میگیرن بهش میدن. خب اونام بی خود میکنن دیگه این کارا رو. البته همون هم آمریکا دروغ گفت، آمریکا گفت که ما اول رسیدیم به اونجا، بعد که دید بابا اصلا اینا این ملوانا و پلوانا و اینا تو ایران هستن، گفت آره اینا اول رسیدن. ولی اینا چی کاره بودن؟ یکی نیست بگه آقا اینا تو این دریا این نزدیکن. حالا سوربی فضولی میکنه از اون ور میگه اینا چی کاره بودن، ولی تو چی کاره هستی اینجا؟ و اون کشورهای بزرگ دارن نگاه میکنن، میبینن که اون ژاپنیه میاد میگه آقا برای ما کافی نبود، ساعت 3 بعد از ظهر بریم سراغ آقای امیر حسین لادن. صحبت‌ها رو روی فیسبوک ادامه بدید و سعی میکنیم که آقای اجلالی هم از روی فیسبوک با شماها تماس بگیره. نمیدونم ایشون ما رو از مردم تیوی میدید یا از فیسبوک. یه دلیلی که شما صدای من رو ممکن بود نمیشنیدی آقای اجلالی این بود که یا با تلفن اسپیکر صحبت میکنی یا اینکه چون اون برنامه ها روشن بوده شما صدای من رو نشنیدی. و اما دوستان عزیز خیلی خوشحالم که تصویر آقای امیر حسین لادن رو هم داریم و اجازه بدید من تصویر ایشون رو بدم به سیستم و از ایشون سوال کنیم درباره این ماجرای به اصطلاح جریانات روز یا میگن US ایران current affair و چه خبر هست و پیشبینی ایشون. پیشبینی که نه، از این حال احوالی که دارن میبینن فکر میکنن چه خواهد شد. یکم صبر کنید دوستان. بله آقای لادن سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. و آقا هر روز اوضاع و احوال از دیروز بدتر و خبرها نگران کننده تر تا به جایی که من تصمیم گرفتم واقعا از اخبار دور باشم. در زمان شاه یک
اسلوگن یا یه شعاری درست کرده بودن برای کنترل جمعیت و میگفت فرزند کمتر آسایش بیشتر. من میخوام اینجا بنویسم اخبار کمتر آرامش بیشتر. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم و شما بگید که این اوضاع و احوال جنگ چیه، بعد اون سازش آخوندها با مردم، جنگ، مذاکره، اینا همه رو در موردش صحبت میکنیم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان، بفرمایید با شماست. درود بر شما جام سربی، درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون، به همیهنانمون و سپاس از زمانی که من دادین. فکر کنم البته در پاسخ به این که اگر شما بخواین آرامش داشته باشین به اخبار توجه نکنین، ولی میدونین که مسائل دنیا در اونجا پایان پیدا نمی‌کنه. فقط شما دربارش نخواهین شنید، شاید اعصاب شما راحت باشه ولی مسائل ادامه خواهد داشت متاسفانه. این مسیری که جمهوری اسلامی و آمریکای ترامپ مدتی طی کردن با هم دیگه ما رو جنگ و اجتناب ناپذیر کرده، یعنی ما رو کاملا کشونده لب اون پرتگاه. و بهترین دلیلش هم دیشب همه شنیدن که یک سری جاها رو مشخص کرده بودن که از طریق اون ناو هواپیما بر و هواپیماهای جنگی بزن. خب این اینا آماده بودن که بزنن و بعد گفتن نه نزنیم. یه خود بعد به اون نگاه کنیم ببینیم چه عواملی امکان داره توش نقش داشته باشن یا داشتن. برای مثال میدونین که آمریکا وقتی میخواد یک چنین کاری بکنه یک تماسی هم میگیره با یاران اروپاییش، حالا البته بعضی از اونها الان یارش در این مسئله نیستن ولی متفقین هستن. بدون تردید امکان این وجود داره که یکی از اینا یا چند تا از اینا گفته باشن الان اصلا موقعیت مناسب نیست، برای اینکه فرض کنیم ما یه سری از مستشارامون در اون کشورهای منطقه دارن کار میکنن، بذار ما اینا رو بکشیم بیرون بعد شما بزنیم، یعنی ما تلفات ندیم. این میتونه یکی از اون سناریوها باشه. سناریوی بعدی امکان داره اون فشاریه که میگن جنرال های پنتگان، نه شخصی ها، برای اینکه شخصی ها درباره جنگ و اون خسارات و اون چیزها خیلی کمتر میدونن، هیچ شاهد نبودن، فقط تو تلویزیون و توی اخبار دیدن. ولی جنرال هایی که تجربه دارن معمولا با جنگ به اون آسونی ها موافقت نمی کنن. یعنی یک سری سناریو وجود داره که میتونه اونها باعث شده باشه که ترامپ گفته دست نگه داریم. و یکی دیگه من میبینم و اون اینی که ممکنه همش یه شو باشه، یعنی اینو اینجوری نشون دادن که میخوایم بزنیم و بعد دست نگه داشتیم و به ایران اخطار دادن که این آخرین شانستونه. همه اینا وجود داره. اگه دوست داشته باشین در اینجا توقف میکنم، اگه صحبتی میخواییم بکنیم. بله، شما دو تا نکته رو گفتید خیلی جالب بود. یکی گفتید که جنگ اجتناب ناپذیره. بله. بعد از این بر ماجرای جنرال ها رو گفتید، چون ما دو سری جنرال داریم، یه سری که الان سر کار هستن و شغلشون هست و اینا باید اون به اصطلاح فروش اسلحه جنگ و اینا رو داشته باشن و معمولا نمیتونن هم صحبت کنن بیرون، ولی یه عده هستن که تجربه جنگ های قبلی رو دارن و تو رادیو تلویزیون ها به عنوان کورسپاندر و میان کامنت میدن و اینها، اونها همشون میگن درست همین چیزی که خود ما میگیم که مردم ایران فرق میکنن با عراق و هم از لحاظ جمعیت هم از لحاظ وضعیت به اصطلاح جغرافیایی و هم از لحاظ غرور. حتی خود یکی از این جنرال ها گفت مردم ایران خیلی مردم مغروری هستن. همین الان که من با شما صحبت میکنم آقای مانی خورسندی از کانادا میگه مردم آمریکا، مردم ایران منتظرن آمریکا بیاد بزنه آخوندها رو بندازه بیرون. میگم والا من فکر نمیکنم به این سادگی هم باشه. همین مردم ایران که از آخوندها متنفرن ولی میگن به ترامپ چه مربوط،
ما مملکت خودمونه فلان اینها و اینا رو شما چگونه میبینید. ولی از طرفی شما رسیدین به نکته‌ای که میگید با این اوضاع و احوال و شرایط آمریکا جنگ هم امکان نداره. آقا آمریکا الان وزیر دفاع یا وزیر جنگ نداره، این مرد ناحسابی. ولی اون زیاد مهم نیست، اون یعنی نقش اساسی بازی نمیکنه. بله. چون که میدونین که بلا فاصله مثلا خود وزیر امور خارجه میتونه مسئولیت‌ها رو قبول کنه، کاخ سفید یا اون رئیس شورای ملی میتونه این مسئولیت رو قبول کنه، معاونها یکیشون میتونه بشه مسئول، یعنی نقش عمده‌ای نداره. ولی چیزی که مسلمه، یعنی من دو هفته پیش که با هم صحبت کردیم، من بر این باور بودم که امکان جنگ در حدود 40%، ولی تو این دو هفته به ویژه در ظرف این هفته گذشته زدن دو تا کشتی و زدن اون پهپاد دیروز و این حرکت های ترامپ، من میگم رفتیم برعکس شدیم، به جای 40% الان شدیم 60%، و این خیلی خطرناکه. قبل از اینکه برسیم به اون جنگ و مذاکرات و اون گزینه آخر، بعد نیست من یه اشاره بکنم به اینکه من یه اعلام خطر دارم برای هممیهنانمون. یعنی شما میدونید که من معتقدم که ما به صورت مردم توانایی داریم، قدرت داریم. اینا که میگن من چیکار میتونم بکنم، من یه نفرم، یا این آقایی که به شما گفتن که بیان بزنن آخونده رو بندازن، کسانی که اینطوری میاندیشن یعنی به خودشون، به توانایی مردم باور ندارن و منتظرن دیگران برامون این کارها رو بکنن، و این من اصلا با این موضوع همراه نیستم. من اعلام خطری که میخوام به هممیهنانمون بکنم اینه که چنانچه با جنگ و ویرانی و ناامنی مخالف هستید و نمیخواهید مانند چند میلیون افغانی و عراقی و یمنی و مردم سوریه بی خانمان و آواره باشید، باید به حکومت بگویید جنگ نمیخواهید، باید در تعیین سرنوشت خودتون، خانوادتون و کشورتون پیش از اون که همه چیز رو از دست بدین شرکت کنید. برای آگاهی کسانی که ممکنه بگن سر گود وایساده میگه لنگش کن، من در دوران حکومت فاجعه آور این ملاها یک بار نسخه برای کسی ننوشتم، هیچ وقت نگفتم مردم در ایران برن چه بکنن. بیش از 100 مقاله منتشر کردم، بیش از 50-60 صحبت تلویزیونی داشتم، اگه اینا رو نگاه کنین یک کلام توش نیست که من به کسی بگم برین این کار رو بکنیم. ولی این بار یه خود مسئله به نظر من جدیه، یعنی الان یورش نظامی و نابودی کشورمون رو نمیشه و نباید تحمل کرد. من به مردم ایران، به مردم عادی ایران میگم که باید بدونین صاحبان اصلی این آب و خاک هست. به خودتون و تواناییتون شک و تردید نداشته باشید. باید بدونید که سکوت و بی حرکتی در چنین موقعیتی میتونه عواقب فاجعه انگیزی داشته باشه. اشاره کردم به این که بگین جنگ نمیخوام. منظورم از این موضوع چیه؟ منظور اعتراض خشونت پرهیز در کمال صلح و آرامش. نه، هیچ نیاز به جنگ و جدال نیست. هممون تو این مدت چند روز گذشته شنیدیم و دیدیم که چجوری اعتراضات تایوان حکومت به زانو درآورده، تمام خواسته ها رو انجام داده و از مردم عذرخواهی کرده. مردم تو هنگ کنگ یا تایوان؟ جان؟ هنگ کنگ یا تایوان؟ در هنگ کنگ. بله. ببینید شما، من اینی که میگم بعد همه مردم اعتراض کنن، منظورم همه است. یعنی یه خانواده‌ای که میخواد بیاد بیرون
با بچه ها بیان بیرون، همه بیان بیرون. یعنی یک چیز عمومی جمعی شک نداشته باشید که حکومت باید به شما پاسخ مثبت بده. یعنی حقتونه، سرنوشتمون باید دست خودمون بگیریم. الان به نظر من رسیدیم به جایی که نمیتونیم بشینیم رو دستامون، یعنی ما باید دستامون رو بالا بزنیم و حرکت کنیم. بفهم. خیلی ممنون. من متوجه نیستم که توی این فیسبوک این دوستان دارن با همدیگه جر و بحث میکنن یا از شما سوال میکنن، چون یه کمی هم در نوشتن متاسفانه تنبل هستن، تلگرافی می نویسن. مثلا آقای مصباح که خیلی نویسنده خوبی هستن، گوینده خوبی هستن، ایشون نوشته ایشان چرا هر دو کشور را مسئول بروز این تنش ها می دانن. بعد همینشون پایین نوشته آمریکا از تعهد خارج شد و اینها، دیگران را هم داره تشویق میکنه. باز ایشون در کامنت سوم نوشتن شما توقع دارید که تسلیم زورگویی مثل ترامپ شویم. من هیچ جا نفهمیدم شما بگید ما تسلیم بشیم. اتفاقا من یه بخشی از اشارات ایشون رو حاضرم یک دید خودم رو بگم، و اون اینه که ایشون میگن که فقط یک کشور رو من مقصر میدونم. اینطور نیست. به نظر من هر دوتا کشور به شدت مقصرن. اولا سیاست خارجی رژیم فقاهتی واقعا یه سیاست شاخدار و دمداریه و خیلی یک بعدیه و با هیچ کس نمیسازه، و کسانی که با جمهوری اسلامی کنار میان کسانی هن که به شدت منافع دارن، یعنی همه چی رو زیر قیمت میخرن و میلیاردها دلار سود میبرن، بنابراین حاضرن باهاش کنار بیان. ولی اینی که رژیم فقاهتی در به وجود آوردن یک موقعیت بسیار بدی برای خودش و منطقه دست داره شکی نباید کرد. آیا آمریکا در این موضوع دست داره؟ بیشک. آمریکای ترامپ که یه مقداری گوشش تو دست نتانیاهو و دست راستیای اسرائیل، آمریکا هم در این موضوع به شدت نقش داره و باید این مسئولیت رو حمل کنه. ولی فرق برای ملت ایران و برای کشور ایران در پایان فرقی نمی‌کنه که کدوم اینا بیشتر یا کمتر گناهکار بودن و مسئولیت داشتن. اگر به ایران حمله بشه و ما با نابودی و تخریب و بی‌خانمانی ملتمون روبرو بشیم، چه فرق می‌کنه چه کسی این آتش رو شروع کرد؟ ممنونم از شما. خب معلوم شد که ایشون نظرش آمریکاست. میگه آمریکایی‌ها را تشویق کنید تا مردم اعتراض کنن، تا علیه کشوری در 20000 کیلومتری یا 30000 کیلومتری دخالت نکنه. خب این کار رو ما که توانایی نداریم، ولی هر روز در واشنگتن در وبسایت و اینها هستن گروهایی که این کارا رو انجام میدن. ما هم به اندازه خودمون، مثلا من برای نماینده مجلس اینجا نامه نوشتم، جوابش هم داده، حالا بعد از آقای لادن نشون میدم که این خانم هم نوشته که من هم مایل به جنگ نیستم، و ایشون هم باز تاکید کرده که ما اتفاقا به ترامپ گفتیم این بار دیگه شما نمیتونی به عنوان، چون اینا برای دفاع میتونن بدون اجازه مجلس برن، ولی برای حمله به یک کشوری باید اجازه مجلس و بودجهش رو پیشاپیش به اصطلاح تعیین کنه. در صورت آقای من مشکل دارم با گفته ایشون. بله. به نظر من یه مسئله بود که بابام به کار میداد، میگفت سرنا رو دارن از سر گشادش باد میکنن. ما که به آمریکا، برای آمریکا و ملت آمریکا نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم و نه به اون شدت نقشی داریم. البته ایشون میتونن برن این کارو بکنن و شما گفتین شما کردین و خیلی از ایرانی ها دارن در این مورد گام برمیدارن، ولی ما خودمون که میتونیم از میهنمون دفاع کنیم؟ یعنی من همه هموغمم اینه که نقش خودمونو دست کم نگیریم. من دفعه پیش تو برنامه شما اشاره کردم به سودان، اشاره کردیم به الجزیره. نگاه کنین که مردم توانایی دارن. اون مردمی که اومدن انقلاب مشروطه رو راه انداختن، اونایی که نهضت ملی شدن نفت رو راه انداختن،
انقلاب 57 اینا از آمریکا نیومدن، اینا ملت مردم خودمون هستن. پس بنابراین ما نقش خودمون رو و مسئولیت خودمون رو نباید دست کم بگیریم و باید بریم دنبال این که جلوی اینو از به هر طریقی، هم همین کارهایی که اینجا هست بکنیم، هم اینکه از مردممون بخوان که خودشون یخه دولت رو بگیرن. بله خیلی ممنون. حالا اجازه بدیم من یک مثال دیگه‌ای که هست اینو برای شما بگم که یکی از دوستان دیروز میگفت، جالبم بود، میگو که شما این تنگه هرمز رو فکر کنید یه مغازه کبابیه و خب هر روز نفت رد میشه، اینه اینکه دود کباب بلند میشه و ما هم حالا کنارش بعضیا نونی میخوردن بعضیا کبابی میخوردن. حالا آمریکا آمده میگه شما اینجا وایسا ولی ما از این نون و کباب و اینها هیچی به شما نمیدیم و فقط دودش تو چشم شما بره. خب حتی اگه ایران حمله کرده باشه به اینها، میگن خب آقا اینا رو گرسنه نگه داشتی، داری فشار میاری. ایرانم میگه که خب مردم ممکنه برگردن بر علیه من، بهترین کار اینه که پس من حمله کنم تا مردمم بیان با من روبروی آمریکا وایسن. این اون به اصطلاح حالت دومیه که واقعا ممکنه آمریکا درست گفته باشه، در صورتی که آمریکا تو این سابقه چند صد سالش هیچ وقت درست نمیگه، همیشه درو. آقا ویدیوی آقای پامپئو رو دیدید که خود ایشون میگه ما وقتی تو CIA بودیم دروغ میگفتیم، عملیات چیز انجام میدادیم و اینها. بعد یکی از اون پرسه فقط اون موقع که تو CIA بودید دروغ میگفتید، الان دروغ نمیگید؟ در اصل نظرتون درباره این تئوری که ایران رو گشنه نگه داشتن و حالا ایران شده مثل یک گربه خشمگینی که شما کردیش تو قفس، بالاخره چنگ میزنه و ممکنه توی این وسط چند نفر رو هم زخمی و داغون کنه به این خاطر که حتی خودش رو نجات بده از مهلکه، یعنی حکومت آخوندی. در اون مورد چی فکر میکنی؟ ببینین میشه در اون مورد فکر کرد و پاسخ داد، ولی داریم در مورد آخر یک برنامه‌ای که سر درازی داشته صحبت میکنیم، یعنی در این صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی هر غلطی خواسته کرده، آمریکا هر غلطی خواسته کرده، حالا که مسئله رسیده به تنگه هرمز بعد ما بوی کباب میشنویم و بهمون کباب نمیده. ولی اون فقط مسئله رو در یک بعد و یک زمان مشخص داریم نگاه میکنیم، خود مسئله که میدونین اصلا به موضوع ربطی نداره. آیا آمریکا حق داره با ایران چنین کاری بکنه؟ نه، نباید چنین کاری بکنه، ولی ایران خودشو آسیب پذیر کرده و من میگم ما نقش داریم، من میگم ما باید این دولت و این بساط رو تحمل نکنیم. شما نگاه کن که دفعه اولی که شنیدیم یکی از سردمداران 100 میلیون دوز دیده، همه شوکه شده بودن. حالا دیگه انقدر تکرار شده و 100 میلیون رسیده به میلیارد، رسیده به 100 میلیارد، دیگه معمولی شده. هر چی میخوان میدوزن و میچاپن، فقط یه گوشی اشاری هم بهش میشه. ما نباید تحمل کنیم، ما باید بدونیم که این ثروت مال ایرانه، ماها صاحب ایران هستیم. تا زمانی که ما همینطوری یلخی رفتار میکنیم و حاضر هیچ کاری نمیکنیم، همینی که هست. باید ما یه جوری تکلیف خودمون رو با اینا مشخص کنیم. من یه اشاره کردم اینجا به اینکه چجوری خیلی کارهای ما حرفی و شعاریه. من یادم بچه که بودیم، این مال خیلی خیلی دوران بچگی تو کوچه بازی میکردیم، یاد گرفته بودیم بگیم یه چیز خیلی بی اساس، نه قوم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاش. اگه شما از من میپرسیدی که راجع به قوم و کاشون چی میدونیم، هیچی نمیدونستم. چه دشمنی با اینا داری؟ هیچ دشمنی نداشتم، ولی همینجوری حرف شعار. و در مورد این که ما فرهنگمون حرفی و شعاریه، یه چهار تا از این شعارها رو میخوام بیان کنم و با همدیگه بهش نگاه کنم. هنر نزد ایرانیان است و بس، خدا شاه میهن، ما همه سرباز تو این خمینی و مرگ بر آمریکا. یه لحظه به این چهار تا نگاه کنیم ببینیم که آیا با یه دونه از اینا موافقیم؟ آیا یه دونه از اینا معنی و مفهومی داره؟ آیا ما فکر میکنیم که هنر نزد ایرانیانه، تنها
همون ایرانیایی که به عقب افتاده ترین قشر جامعه میگن علما، آیا شاه و امام از میهن ارجعیتشون بیشتره؟ یعنی ما باید شاه رو بذاریم قبل از میهن و ما بشیم سرباز خمینی و گوسفندوار دنبالش بریم؟ و اما آمریکا، به نظر من شعار جالبی مرگ بر آمریکا. شما اگه درای ایران رو باز کنی به مردم اجازه بدی که برن، به شما قول میدم چند میلیون ایرانی تو صف با میسن که ایران رو ترک کنن بیان آمریکا. پس اینا همش حرفه، اینا همش شعاره. باید یه مقداری مسائل رو جدی بگیریم. جنگ یک چیز خانمان برانداز نابود کننده است. اینی که این آقا میگه بیان بزنن ایران و آخوندا برن، مگه جراحیه که بخوان یه گوشه رو بکنن و بقیهش رو بدوزن؟ وقتی میزنن همه چی نابود میشه. نگاه کنین به لیبی، نگاه کنین به سوریه، به عراق. این حرفا رو نزنین، خودتون و دیگران رو گمراه نکنین. این سرتیپ امیر رحیمی وزیر دفاع ایران یه چرندیاتی گفته، من میخوام به یکی دوتاش اشاره کنم و یکی از پرسش‌های شما رو اینجا پاسخ میده. و ایشون میگه که امروز نیز همچون دوران جنگ تحمیلی درگیر جنگی تمام عیار و همه جانبه هستیم. تفاوت جنگ امروز با 8 سال دفاع مقدس در این است که نمینا یه جور دیگه دارن حمله میکنن. دشمنان با به کارگیری تمام ظرفیت، توان و ابزار و توطئه‌ها به صحنه مقابله با ملت ایران اسلامی آمدن. و آخرش گفته ایستادگی و مقاومت مردم عزیزمان را هدف قرار دهند. من میخوام به این آقا بگم که یه زبان زد، یک زبان مثل فارسی داری، میگه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. جنگ ایران و عراق و آنچه امروز در مقابلش هستیم تو موضوعی متفاوته، اصلا من دیگه ربطی نداره. اون زمانی بود که تازه انقلاب 57 شده بود و مردم در تب و تاب انقلاب بودن، یک شور و هیجانی داشتن و بعد یک کشوری داره به کشور ما حمله میکنه، میخواد تسخیر و تصرف کنه. پس ما باید از میهنمون دفاع کنیم، از شرف و حیثیتمون دفاع کنیم. ولی جنگ الان، ما اون موقع هنوز یه چیز دیگر اینجا یادم رفت بگم، اون که ما هنوز نیاموخته بودیم که این ملاها کیان و چیان، که یه مش آدمهای دروغوی فاسد دزد چپاولگرن که اومدن اهرم‌های کنترل مملکت رو در دست گرفتن و دارن حقوق ملت رو پایمال میکنن. ولی الان اینو میدونیم، 4 دهه از این موضوع گذشته و این دفعه حتی اینا نه تنها برای ایران ارزش قائل نیستن، اینا علنا میگن که این سرزمین مسلمینه، متعلق به ایران نیست، متعلق به همه مسلمینه. خب ولی که اینا ایرانی اصلا نیستن. این سرتیپ شیاد رحیمی وقتی میگه ایستادگی و مقاومت مردم عزیزان، میدونه که دست خودشو حکومتچیان به خون این مردم عزیز آلوده است و نمیتونه و نباید چنین انتظاری داشته باشه که مردم دوباره بخوان اقبال بشن و به این چرندیات گوش بدن. تفاوت دوم اینه که جنگ ایران و عراق تجاوز بود به خاک میهن، این جنگ برای سرنگون کردن مله هاست. ما از میهنمون دفاع میکنیم ولی از مله ها دفاع نمیکنیم. هیچ ایرانی عاقل و بالغی با جنگ و نابودی موافق نیست، مگر کسانی که فکر میکنن خودشون هیچ توانایی ندارن و باید دیگران بیان براشون این کارو بکنن. این آقای که مسئول اتاق ایرانه، اسمش هست براین هاک، این توی مجلس بود و داشت میگفتش که ما تمام این هدفمون اینه که این جمهوری اسلامی رو بیاریم سر میز مذاکره، و در ضمن گفته بود که ما برای مردم ایران، برای آینده روشن مردم ایران یک طرحی ریختیم. این منو اولا ما چقدر بدبختیم که براین هاک بعد بیاد برای آینده ما طرح بریزه.
مثل که ما چلاقیم و شعور نداریم بر خودمون طرح بریزیم. دوباره من این که منم یاد همون طرحی که یک کشور انگلستان 100 سال پیش وزیر امور خارجش برای ایران ریخت، گفت میخوام یک آینده روشنی برای ملت ایران طرح کردم و آینده روشنش این بود که بیان ایران رو تحت الحمایه کنن، با یک کودتا نوکرای خودشونو بذارن سر کار و 20 سال هستی ما رو چپاول کردن و بردن. و اون طرح، اشارهش به این دودی که شما گفتین، منم در اینجا بهش اشاره کنم، روشناییش برای انگلستان بود و دودش رفت تو چشم ملت ایران. اینجا متوقف میشم که بله خیلی ممنون. اجازه بدید آقای نیساری هم اینجا هستن، به شما نوشتن که درود بر شما و آقای لادن گرامی. آقای مصباح دو سه تا موضوع رو دارن عنوان میکنن، جالبه ولی وقت آنچنانی نداریم. ایشون یکی گفته که شما موضوع براندازی را با دفاع با دشمن جدا کنید. بعد همینشون باز اضافه کرده که جناب لادن، وجود یک حکومت ظالم چه ربطی به دفاع در مقابل دشمن قسم خورده دارد؟ بعد باز کامنت سوم نوشتن که آقای لادن، گور پدر هرچی ملا و آخونده، چه ربطی به دفاع از مملکت داره؟ ولی من دیدم که شما گفتید که اون موقع اون جنگ 8 ساله تجاوز به به اصطلاح مملکت بود، مردم رفتن دفاع از مملکت. الان آمریکا میگه ما میخوایم حکومت رو عوض کنیم، مجاهدان اینجا میگن ما میخوایم حکومت رو عوض کنیم و دیگه مردم مثل اون موقع نمیرن. ضمناً مردم شناختی هم نداشتن اون موقع از آخوندا، ولی الان 40 سال. درست فهمیدم من این گفته شما رو؟ بله. خب بفهم. اول بزنین یکی دو تا مسئله رو روشن کنم. شک و تردیدی وجود نداره که باید این حکومت بره کنار. شک و تردیدی نداره که ما باید از میهنمون دفاع کنیم. ولی دارم میگم بین این دوتا جنگ یک تفاوت فاحش وجود داره. جنگ عراق اون اومده بود ایران رو تصرف کنه، قصدش این بود که بره خوزستان رو بگیره، کردستان ایران رو بگیره، داره میخواد تصرف کنه. ما باید تا نفس آخر بجنگیم و دفاع کنیم. آمریکا به هیچ عنوان نمیخواد ایران رو تصرف کنه. آمریکا میخواد بیاد بهره برداری کنه، اسلحه‌هاشو به کشورهای مختلف بپوشه، ایرانو اسلحه‌ای که فروخته مصرف بشه، اسلحه دوباره بخرن. آمریکا دنبال منافع خودشه، اصلا دنبال گرفتن ایران نیست. چرا؟ میخواد ایران تضعیف بشه که برای شریکش توی اون منطقه اسرائیل موی دماغ نباشه، ارزندام نتونه بکنه. خب اینا همه برای ایران بده. هر حمله‌ای به ایران ما باش مخالفی. من هر چی تونستم نوشتم و گفتم که تحت هیچ شرایطی با حمله به ایران من موافق نیستم. هم ایشون آخه دارن دوگانه صحبت میکنن. از طرف میگن که آمریکا حمله کنه آخوندا رو بندازه، از یه طرف میگن بعد از ایران دفاع کرد. نه اون آقای مانی خورسندی گفته بود که مردم ایران منتظرن که آمریکا حمله کنه و آخوندا رو بندازه، ولی آقای مصباحی کلن میگن من یعنی لب مطلب اینی که درسته که اینها ظالمن و فلان، ولی الان که آمریکا میخواد تجاوز کنه وایسیم. خب این آخوندان میگن درسته که ما ظالمی، ولی الان که میخواد اینا بیان با ما باشه، مردم دیگه این بار گول نمیخورن. و اتفاقا آقای نیساری اینو اضافه کردن، هیچ تفاوتی بین اجنبی داخلی و خارجی نیست. خیلی جالب نوشتن، اجنبی داخلی، هیچ تفاوتی بین اجنبی داخلی و خارجی نیست، هر دو را باید زد و دستشان را از ایران کوتاه کرد. این هم از این ماجرا. ولی یکی دو بار شما سودان رو مثال زدید، من میخوام برای خودم این روشن بشه که سودان رو به عنوان نمونه خوب مثال میزنید. نه نمونه این که مردم با دست خالی حکومت رو مجبور به سقوط کردن. خب ولی آقای لادن همین امروز اگر یه جمعی باشه مثلا تو شیراز تو تهران نشسته باشن
دور هم بگن آقا بیا نگاه کن از سودان، طرف میگه خب آقا مردم با دست خالی آمدن. اون آقای کی بود نمیدونم بعد از 30 سال، البشیر. البشیر، بله، من میخواستم بگم الشریف. البشیر رو هم موقع از ارتش آمد کودتا کرد و الان ارتش وایساده داره مردم میکشه. آره ببینید، من خود منظورم الان این نیست که در سودان الان چه میگذره، فقط داشتم میگفتم حرکت مردمی چی کار میتونه بکنه. مصر رو نگاه کنیم، حرکت مردمی بود، فکر کنم اگه درست تو ذهنم باشه 17 روز طول کشید و دولت سقوط کرد. در الجزیره همینطور حرکت مردمی، در سودان حرکت مردمی. میگم الان این داستان هنگ کنگ خیلی جالبه. خب من هنگ کنگ رو به قول آمریکایی‌ها آگی بی تو، ولی بذارید برگردیم مصر. مصر توی 17 روز اون میدان تحریر رو همه دیدیم، اون جوان که شروع کرده بود دیدیم و اینها، رفتیم و مردم آمدن با شجاعت و شهامت وایسادن، دولت رو کشیدن پایین، حسنی مبارک رو گرفتن. مردم در اولین انتخابات رئیس جمهوری آقای مرسی رو انتخاب کردن، محمد مرسی. همین 2-3 روز پیش ایشون مرد و الان یه حکومتی اونجا هست که این حکومت هم چجوری سر کار اومده، کودتا. و این آقا هم گفت چی؟ گفت من تا سال 2030 میخوام رئیس جمهور باشم. خب ببینید، دو تا مسئله مختلف من دارم در این مورد صحبت میکنم که مردم توانایی دارن. شما نمیگی مردم توانایی ندارن، داری با من همراهی که مردم توانایی دارن که این کارو بکنن، برفض داری میگی که بعدش چی شد. من بعدش چی شدم میتونیم دربارش گفتگو کنیم، چون اون زمینه اون کشور، فرهنگ اون کشور، دانایی و کمدانی مردم اون کشوره. ولی در ضمن استمرار حرکت، شما نگاه کنین که اگر در انقلاب 57 بعد از اینکه شاه رفت، خمینی وارد ایران شد، مردم در صحنه میموندن، نه اینکه بگن ما همه سرباز توییم، اگر در صحنه میموندن که اون خواسته هایی که داشتن انجام بشه، متاسفانه ما برنامه براندازی داشتیم ولی برنامه جایگزینی نداشتیم. ولی باید برنامه جایگزینی وجود داشته باشه. بدون برنامه جایگزینی و بدون استمرار حرکت نتیجهش همونه، یعنی 30 تیر میشه 28 مرداد، انقلاب مشروطه میشه مشروعه، همه چی از دست میره. انقلاب مردمی 57 میفته توی چاه فقاهت. اونا یه چیزایی در درجه بعدشه. ولی شما داری با من همراهی میکنی، داری میگی که بله مردم توانایی دارن و میتونن. اصل مطلب اینه الان که من میگم مردم باید بیان نشون بدن، بعد بگم ما نمیخوایم، آقا ما با این موافق نیستیم که شما داریم ما رو میندازیم به آمریکا، رو میندازیم به جون ما، ما با جنگ مخالفیم. منظور من اینه. ممنون. یه جمله کوتاه که ضرب المثل هم هست، آقای مصباح نوشته آسیاب به نوبت، و احتمالا منظورشون اینه که مردم اگه بخوان کاری هم بکنن اول جلو خارجی ها وای میسن بعد جلو داخلی ها. ولی اجازه بدین من، چون گاهی وقتی فوتبال نگاه میکنم یا مسابقات ورزشی اینها، متوجه شدم بعضی وقتا تیم برنده به قول شما اون پیوستگی و دائم و ایستادگی اینا رو نداره. وقتی برنده میشه از خوشحالی یک کمی وامیده، اون موقع است که اون به اصطلاح تیم بازنده میاد جلو و جا رو میگیره. آقای مصباح، شما میتونی ضمانت بدی، گارانتی بدی که اگه این بار هم مردم آمدند و با آخوندا زدن، این بار به اصطلاح اولا اون بار عراق و داغون نکردن، ضررا همین جوری هنوز هم هست، هنوز خرمشهر خرم نشده، ولی شما میتونید ضمانت بدید که بعدش آخوندا میذارن مردم نفس بکشن و اونا رو هم به اصطلاح ترتیبشون رو بدن و بندازن؟ درصد من به اصطلاح میکروفون در اختیار شما میذارم، آخرین کلام شما بفرمایید آقای لاده. حتما. من در چیزی که میخواستم بیان کنم، حالا یه مقاله نوشتم امروز در اومد در این مورد، دوستان علاقه من بودن توی سایت گویا و جاهای دیگه هست، و اون اینه که نگاه کنین به جنگ،
نگاه کنیم به مذاکره، نگاه کنیم به میانجیگری، و من در آخرش نوشتم نگاه کنین به این که من اسمش رو گذاشتم گزینه سازش با مردم. میخوام چند کلمه در اون مورد بگم اگه وقت داریم. وقت داریم. فقط قبل از اینکه شما اینو شروع کنید، من تا اینو شما گفتید یاد اون ماجرای افتادم که این فرصت رو هم به رضا شاه داده بودن و این کار رو انجام نداد، هم به شاه گفته بودن، حتی ملک حسین با ناراحتی ایران رو ترک کرد آخرین باری که ایران بود، که باید با مردم سازش کنی، باید بری داخل مردم، بین مردم و اینها. حالا شما بگید، امیدوارم آخوندها هم جز بینندگان و شنوندگان باشن و اونها از تاریخ درس گرفته باشن و این بار عمل کنن، سازش با مردم. من پیشنهاد میکنم که هر ایرانی که با این بخش موافقه یا با جنگ و معامله موافق نیست، این دیدو ببره گسترش بده، برای اینکه چیزای خودشون توش اضافه کنن، تغییرات خودشون رو بدن. ولی من فکر میکنم بهترین، من توی اون مقاله نوشتم آقای خامنه‌ای و بهش گفتم، یعنی خطاب به اونه که چرا سازش با مردم بهترین گزینه است، که یه خود نگاه کنین به این که شما چجوری با دروغ‌های خمینی و با اون اعتمادی که متن جامعه به بعضی از روحانیون داشت که براشون ارزش خواهد بود، مثلا آیت الله طالقانی، و شماها با دروغ‌های خمینی و با اون احترامی که بعضی از مردم براتون قائل بودن، سوار خر مراد شدید. ولی خمینی بعدش گفت من تقیه کردم و شما هم تو این مدت نشون دادین که یه عده دزد چپاولگر فاسد هستیم، با زور و ضرب و شتم و زندان و شکنجه و کشتار سر کار موندید و مردم هم ماستاشون کیسه کردن، اگر نه شما هیچ دو روزم سر کار نمیموندید. ولی الان یک فرصتی برای شما باقیه که بیاین و با مردم سازش کنین. اگه سازش کنین، نه به جنگ نیاز دارین و نه اینکه خفتبار بعد بشینین جلوی همون آمریکایی که 40 سال میگین مرگ بر آمریکا، جلوی همون آمریکایی که خمینی گفت من میزنم تو دهن آمریکا. این مزخرفات و شعاراتون الان نمیتونیم برین سر میز مذاکره. پس بهترین راه سازش با مردم. سازش با مردم یعنی چی؟ ببینین دو تا، فقط و فقط دو تا تغییر رژیم ملاها باید بده، و یعنی اگه واقعیت رو بپذیره و حقایق رو قبول کنه که همینی که الان تشریح کردین، دو تا کار باید بکنه. و این دو تا کار من میخوام اینجا نگاه کنم ببینم اسمشو چی گذاشته. یکیش من اسمشو گذاشتم شهروندی، یکیشو گذاشتم قانونمندی. و اون از این قراره که اگر خیلی هم ساده میتونن انجام بدن، مردم، اون شهروندی یعنی این که مردم صغیر و امت نیستن، نیاز به قیم و آقا بالا سر ندارن، مردم شهروندن و از حقوق طبیعی و شهروندی برخوردارن، یعنی به زندگی خصوصی مردم دخالت نکنید، خواهران زینب و امر به معروف رو بزنین کنار. قانونمندی یعنی چی؟ یعنی اینکه سیاست اقتصادی باید رابطه‌ای باشد، باید رابطه‌ای نباشد، ضابطه‌ای باشد. الان خانواده‌ها و دوست و فامیل و آخوندها همه چی رو با همدیگه شریکی می‌خورن. این رابطه‌ایه. ما می‌خوایم ضابطه‌ای باشه، یعنی قانونمند، برای همه ملت فرصت وجود داشته باشه. سیستم مالی باید بر اساس عدالت و انسان مداری باشه. یعنی چی؟ یعنی حقوق کارمندان و دستمزد کارگران باید کفاف زندگیشونو بده و کارمند و کارگر نباید قراردادی باشه، باید استخدامی باشه که از تمام مزایای بازنشستگی و بیمه و نمیدونم چی بهش میگیم مرخصی برخوردار باشه. فقط دو تا کاره. اگر این دو تا حرکت رو
رژیم برای مردم بکنه کامل کامل امن و امانه. بسیار ممنونم از شما، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. دوستان باز مشغول نوشتن هستن. آقای سبا تبار دیر آمده و به شما میگه که اصلش انقلاب نبود، شما بیاین انقلاب رو توضیح بدید. یادم میفته به شاگردایی که وقتی که هومورکشون رو انجام نداده بودن، قبل از اینکه معلم شروع کنه هومورک ها رو چک کنه، یه سوال میکردن ازش که اونو بذارن سر کار. در صورتی آقای سبا تبار چون شاعر هستن و خیلی وارد هستن، با لغات بازی میکنن و میخوان اینجوری من و شما رو سر کار بذارن، ولی آقای مصباح حرف قشنگی میزنه. من میگم شما چه ضمانتی میدید، ایشون هم میگه آقای لادن ضمانت میدن که در زمان اعتراض به حکومت مرکزی آمریکا مثل زمان اوباما پشت مردم را خالی نکند. آقا اوباما قرار نیست بیاد از من و شما دفاع کنه، مردم. بله، در صورت حالا اینا رو بعد باز صحبت میکنیم. آقای نیساری هم نوشتن که از کوزه این رژیم اجنبی و دست نشانده احترام به دموکراسی و حقوق مردم بیرون نمی آید. باز آقای مصباح نوشتن من ایشون که میگن دموکراسی و حقوق مردم، بعد همون داستان یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به مردم، ما توی فرهنگمون و توی دید و روشمون نداریم اینو. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حالا یه شخص یا دیگران هم داشته باشن. باید اینو اول به وجود بیاریم، باید از خودمون شروع کنیم. برای دگرگون کردن جامعه، دگرگونی از من، از ما شروع میشه و بعد آروم آروم جامعه تغییر میکنه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. آقای فرخ سپهرار هم نوشتن که بعد از براندازی شورای حکومت. البته ما تو قسمت اولش فعلا سوال داریم، براندازی کی، چگونه، کی میخواد این زنگوله رو به گردن این گربه ببنده؟ و ایشون میگه شورای حکومت. من نمیدونم شورای حکومت چه صیغه‌ای هست و کی میخواد جزء اون شورا باشه. در اصل ممنونم از شما آقای لادن. سپاسگزارم. اون مقاله رو که گفتید بله گفتید گویا چاپ کرده یا بله. اگه لطف کنید لینکش رو توی فیسبوک خودتون بذارید. من صفحه فیسبوک شما رو در حین برنامه نشون دادم، الانم نشون دادم باز، امیر اچ لادن، امیر حسین لادن. و دوستان با آقای لادن تماس بگیرید از طریق فیسبوک، از طریق وبسایت اندیشکده و با هم در تماس باشیم. خیلی ممنون که مهمان ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید. شما همینطور. روز خوب. روزتون خوش. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم باشید و نظرات خودتون رو با ما و دیگران در میان بگذارید، و به شرطی که تحمل شنیدن نظرات دوستان مخالف رو هم داشته باشید. به دوستان مخالفم پیشنهاد میکنم وقتی با کسی مخالف هستید، فکر نکنید با اون دشمن هستید. فقط یادتون باشه که شما هم حتما توی فامیلتون، توی دوستانتون تعدادی رو یا افرادی رو دارین که با نظرات شما مخالفن، و صرفا به این دلیل که یه نفر توی تلویزیون نشسته و شما اونجا نشستید، نباید مخالف تبدیل بشه به دشمن. ممنونم که با ما بودید و هستید. این بحث دولت و حکومت و حکومت آمریکا و اینها، اتفاقا دیروز وقتی داشتم دنبال میکردم این خبرها رو، گفتم اشکال اینجاست که شما نمیدونی کدوم یک دارن درست میگن و میدونی که دوتاشون دارن دروغ میگن. یعنی انقدر اینا هر دفعه دروغ گفتن که شما الان حرف هیچ کدومشون نمیتونید باور کنی. رئیس جمهوری که به مردم خودش بیش از 10,000 دروغ در کمتر از 3 سال گفته باشه، و اتفاقا اونجایی که ایشون میگفت دوتا کشور، بله اینجا نمایندگان مجلس، رئیس مجلس میگن ما میدونیم که ایران به اصطلاح وحشی بازی در میاره، کارهای خلاف قانون میکنه، ولی گفت ما نباید اسکلیت یعنی بالا بردنش، و به قول معروف ما میدونیم که اینجا بنزین ریخته، خب پس ما نباید کبریتو بکشیم. میگن این کاری که آمریکا میکنه، کبریت داره میکشه به میدل ایستی که ایران
بنزین ریخته توش، نفتم نه بنزین ریخته. و ایران هم اگه نگاه کنید میگه خب میبه بفهمن الان نفت داره گرون میشه، نمیدونم قیمت استاک میاد پایین، چرا ما تنها ضرر کنیم، بذار دنیا هم با ما ضرر کنه. و ما ضرر مثلا بدی داریم، میگیم دیگی که برای ما نمیجوشه کله سگ داخلش باشه. البته کره یا خوشحال میشه. جناب لادن بازم به سرای کربلا زدن. عزیز برادر در کل باید واژگون شود اما هیچ ربطی به دفاع ندارد. پلیز از مستر لادن گیو اپ د نیم آف حسین. آقا من که نمیتونم به مردم بگم اسمشون رو عوض کنن. حالا شما شانس آوردی بابات ارتشی بوده و نمیدونم یه اسمی رو دوست داشته اون انتخاب کرده. آقا پدرش مادرش این اسم رو براش انتخاب کردن، با این اسم بزرگ شده، به این اسم افتخار میکنه. حالا اومدن اینجا صحبت میکنن ما بگیم اسم حسین آقا بنداز دور. آخه من نمیدونم ما به کجا داریم میریم، ما به کجا داریم میریم. اسم آقای امیر حسین لادن حسینشو بندازه دور، مشکل شما حل میشه؟ اوکی آقا برو بریم. از امروز شما به ایشون بگو امیر لادن. اون یکی هم میاد میگه آقا فرخ، شما هم اسم فرخو بنداز دور. فرخ نمیدونم، حالا من نمیدونم معنیش یعنی چی. و اون یکی هم میاد میگه آقا سپهرار رو بنداز دور. اون یکی هم میاد میگه سوربی رو بنداز دور. بعد ما اصل رو ول کردیم، چسبیدیم به چی رو بنداز دور، چی رو ننداز دور. کارمون خیلی خرابه. هر چی میخواد این سوربی نق بزنه. اون دوستمون کلمه تبعید و اینا رو استفاده کرده، میگه حالا در این زمان مشکل من و شما کلمه تبعید و مهاجره، ما چگونه؟ میگم آقا من میدونم چگونه ایرانو سر به نیست کنید. آخوندا رو میخوای گوش کنی؟ بلند شو برو ایران. یه بار اشتباه کردیم در رفتیم، حالا برگردی. مگه خمینی همین کارو نکرد؟ ضمن یه عکسی بهتون نشون بدم، اونایی که مثل این بهبانی احمق هی میگفت هیچکس خمینی رو نمیشناخت و خمینی یه دفعه دو روز سه روز قبل از انقلاب پیدا شد و اینا. نگاه کنید دوستان، این ماجرای اعتراض خمینی به شاه، تلگراف زده به شاه. خب یک کاری بوده که میتونسته تلگراف بزنه به شاه، میدونید؟ بعد ببینید چی نوشته. بله، تلگراف خمینی به شاه 17 مهر 1341، 16 سال قبل از انقلاب. آیت الله خمینی در سال 1341 حق رأی زنان را موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین یا طبقات بله مسلمین دانسته بود. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مبارک اعلیحضرت همایونی پس از اهداء تحیت و دعا به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این هم موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعاست یا مستدعیست ام فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب داغویی ملت مسلمان شود. الداعی روح الله موسوی. اینم از این ماجرا. خب امام نه آقا اینجوری ننویس آقای مانو. خب این که شما مینویسی که من بخونم تو برنامه، یا اینقدر بد مینویسی که من بگم آقا من خجالت میگیرم میکشم بخونم. خب اینو میتونی منظورتو بیان کنی ولی به یه نوعی که بشه گفتش. آقا اینم شد همون فامیلتو عوض کن، اسمتو عوض کن. آخه این چیه؟ خمینی نمیدونم به خایه اون آویزون شد، اون به مایه اون آویزون شد. همیه یعنی برداشت شما از سیاست و دولت و مذهب و این همه عمری که تلف کردی وقتت گذروندی همیه، همش خایه و آویزون شدن. خب ساعت 3:51 است. بله، میگه خمینی ایشون دستراست حاج محمد رضا برای تحمیق مردم ایران بود، برای همین با دربار مستقیما در تماس بود. خب این همین دیگه. ببین وقتی من میگم آقا تلگراف میزنه به دربار، هر کسی که نمیاد مستقیم بتونه تلگراف بزنه به دربار، تلگراف هم موجود باشه و الان هم پخش بشه و بخونن و دربار هم عکس العمل نشون بده و بعد تبعیدش کنن. آقا تبعید نه مهاجرت، تبعیدش کرد فرستادش عراق.
اون موقع اینجوری بود، میتونستن بفرستنش کشور عراق برای گرما و اینها. ولی اون برنامه داشت، برنامهش این نبود بشینه جلو کامپیوتر و جنبشای یه نفره درست کنه، اتاق جنگ آقای مطیعی درست کنه. برنامهش این بود که من میرم اینجا پول میگیرم، اونجا پول میگیرم، اینجا آموزش میبینم، برمیگردم پدر پدر سوختتونو در میارم. برگشت رو در آورد. دوستان عزیز بذارید چند تا نوشته رو که براتون نگه داشتم بخونم. و امروز اولین روز تابستون هست، حمایت فراموش نشه، حمایت از تلویزیون مردم. یک جایی هم ما نوشتیم فکر کنم اینه: تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. ما یه دوستی داشتیم این جمال عبداللهی و اینشون کرده. من نمیدونم واقعا، بعضی وقتا ببخشیدا به دوستان کرد و اینها، نمیخوام توهین کرده باشم، ولی بعضی وقتا شنیدید میگن که هر ملتی به اصطلاح لیاقت همون حکومت رو داره. گاهی وقتی توی تاریخ این کردا که فکر میکنم، میگم آقا چرا یه ملتی، یه قومی که یک همچین فرهنگی داره، یه همچین اصلیتی داره، همیشه در طی تاریخ بدبخت بوده؟ بعد شما نگاه کنید به قول اون دوستمون، برای که اینا اینور اونور آویزونن، یه روز میرن به عراق آویزون میشن، یه روز میرن به اونجا آویزون میشن، حالا با خوشحالی اومدن کردستانی برای خودشون درست کردن در عراق که ببینید همچین کردستان آزادی هم نیست. ولی این آقا وقتی ما گفتیم و نوشتیم تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است، ببینید چقدر باید الاغ باشه، چقدر باید نادان، همینجاست همسایه‌مونه همین پایین، چقدر باید نادان باشه که نوشته بله تحریم های ترامپ شیردل به خمینی فشار آورده، اونها هم حقوق شما رو قطع کردن، شما احتیاج به پول داری. حالا خودش میدونه من و برادرام ما احتیاج به پول نداریم، چون همیشه بازمون و مغزمون. آقا خجالت بکش آقای جمال عبداللهی، شما مایه ننگ کردها هستید. براش نوشتم که I feel sorry for you، من برای تو متاسفم و امیدوارم خودت یا خوب بشی یا خودتو بکشی. من اینا که میرن یه جا تیراندازی میکنن بعد خودشو میکشه، ازشون تشکر میکنم، میگم خیلی ممنون از این پدرسوخته پوفیوز که اگر رفت چند تا رو کش، خودش هم کش، اقلا دیگه دادگاه و مادگاه و اینا راحت، هی بدبخت این خانواده ها نه تو دادگاه دوباره تکرار مکررات بشه. اگه کسی جمال عبداللهی میشناسه و این برنامه رو میبینه، چون من میدونم اینا رو وقتی هم بلاک میکنی با یه اسم دیگه میان نگاه میکنن، آقای عبداللهی من برای کردی که تو براش داری مبارزه میکنی متاسفم، چون اگر اونا امیدشون به احمقی مثل تو باشه خب دیگه جای بسی نگرانیست. بله میگه که آقای سربی حقیقته، وقتی بمب دستساز خودش منفجر شد اون فلان. بله ببین آقا خیلی چیزا حقیقته، حقیقت اینه که شما وقتی نهار خوردی بعدش به شکمت فشار میاد میری توالت، ولی اونجا میزنی سیفونم میزنی درم میبندی هواکشم روشن میکنی میای بیرون، نمیذاریش روی بشقا بیاری به مردم بگی این حقیقته. پس بعضی از حقیقتها هم با وجودی که حقیقته باید تو توالت بمونه، توی جای تاریک بمونه. والا خیلی برنامه های ما چیز شده دیگه، سطحش رفته بالا. اون وقتا میگفتیم از پشکل تا بمب اتم، حالا دیگه باید یه درجم بریم بالاتر. آقا شما بیا درست صحبت کن. بعد میگه بله حقیقته، بمب دستساز نمیدونم منفجر شده. خب حالا منفجر شده، کارمون خیلی خرابه. همه اینا برمیگرده تو این جمله سه کلمه‌ای که فعل و فاعل و مفعول هم داره. باورتون میشه؟ آقای مصباح نوشته بود آسیاب به نوبت. خیلی ها یه جمله است نه فعل داره نه مفعول، ولی همه معنیش میفهمن. یه جمله هم من سال 2003 درست کردم، به این نتیجه رسیدم بعد از اینکه 5 سال از 98 تا 2003 تو تلویزیون و رادیو ایرانی بودم که کارمون خیلی خرابه. اینم برنامه امروز. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است و برنامه شماره، اجازه بدیم برنامه رو نگاه کنم ببینم، به احتمال زیاد 257مین، بله 227، عذر میخوام ازتون، 227مین برنامه آقای حسن ارشاد از ایران برنامه می نشینه در مغازش، در فروشگاهش، خودش یک تنه با زحمت درست میکنه میفرسه. اون دوستی که آقای مصطفی رهبر
دوباره نوشتون آقا شما به مهمانانتون بگید که اینها باید هزینه برنامه رو بدن. گفتم ما در فارسی یه چیزی داریم میگه آردار اشاره یا با آر اشاره، بی آر مناره. اینایی که شما میبینید اینا میدونن آقا من اینجا نه نوکر اینا هستم نه مزدور کسی هستم. پس به عنوان احترام به خودشون میگن آقا ما میخوایم بیایم نیم ساعت صحبت کنیم، این هزینه نیم ساعت وقت شما. حالا آقای مصطفی رهبر از یه جایی داره حقوق مجانی میگیره، خب اون راهش هم به ما نشون بده. زندن گفت که برعکس تلویزیونای دیگه. گفتم وقتی میگی برعکس یعنی تلویزیونای دیگه به مهمونم پول میدن، خب پیدا کن ما بریم اونجا مهمون بشیم، شما بیا اونجا مهمون بشو، دوتامون پول میدن دیگه، ما هم مشکلی نداریم. کارمون خیلی خرابه. هر جمله ای که میگیم آخرش بگیم کارمون خیلی خرابه. بله، my cousin used to say کردا از ترکا بدتر، ترکا از کردا بدتر. من نمیدونم ترک و کرد و اینا، نمیخوام دستبندی کنیم، ولی این جمال عبداللهی عبدالله زاده واقعا حماقت خودش رو به من ثابت کرد، در صورتی که من اولین کسی بودم که تو تلویزیونای ایرانی به اینها برنامه دادم، من اولین کسی بودم که به ترکا برنامه دادم، من اولین کسی بودم که اونایی که برخلاف دین میخوان صحبت کنن بهشون برنامه دادم. باورتون میشه؟ همه موهای خودمون رو سفید کردیم برای اینها، حالا چی داریم؟ مردکه نادان آمده. پس تمام این شرکت ها، تمام این سازمان های آمریکایی که با حمایت مردم سرپا هستن، اینا مزدور آخوند بودن یا مزدور آخوند هستن؟ تو یه احمق که کلاشینکوف میگیری دستت با این تنبون پاچه تنگ تو، نمیدونم خشتک گوشات، تو اینا رو از کجا آوردی؟ کارمون خیلی خرابه. همه با هم بگید. دوستان عزیز اجازه بدید من همینجا ازتون خداحافظی کنم. روز دوشنبه با شما خواهیم بود و احتمالاً هفته آینده میشه آخرین هفته این ماه، و همون جوری که گفتم سعی میکنم برنامه های تابستون رو یا کمتر کنم یا دقایقش رو کمتر کنم و تعداد ویدیو رو بیشتر، هر جا بودیم نشستیم ویدیو رو بذاریم و صحبت کنیم و گپی بزنیم، گپی خودمانی. باز هم ممنونم که با ما بودی، مرسی که اجازه دادین من وقتتون رو تلف کنم، و اگر خوشتون اومد دوستانتون هم بگید ببینن آشنا بشن، اگر هم بدتون اومد به دوستانتون بگید من از این برنامه بدم اومد، تا هم نگاه کن نظرتو بگو. مرسی که با ما بودید.